عرض درود و احترام خدمت همکاران عزیز، امیدوارم که آخر هفته خوبی رو گذرانده باشین. تا این لحظه در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از جلسات کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو. امروز 21 آگوست سال 2022 مصادف با 30 مرداد ماه 1401 در خدمت شما هستیم و عزیزانی که در این جلسه ما رو همراهی خواهند کرد. خب من در ابتدا اسامی دوستان رو و موضوعات سخنرانیشون رو اعلام می کنم خدمتون. جناب آقای مصطفی منیری، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در مرداد 1401. آقای مهدی افشارزاده، بررسی قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سخنران بعدیمون سرکار خانم نیلوفر جلیلی هستند، در خدمتشون هستیم با موضوع اینترنت و تاثیر آن بر زندگی جوانان. خانم ستاره دژم با موضوع روز بین المللی جوانان و جوانان ایرانی در خدمتشون هستیم و در انتها سرکار خانم مهناز ترابی در خدمتشون هستیم با موضوع اهمیت شادی در جوانان. بعد از هر سخنرانی اگر دوستان تمایل داشته باشن که بحث و گفتگو و تبادل نظر داشته باشن در خدمتشون هستیم و در انتها هم بحث آزاد داریم با موضوع عدم دخالت در احوال شخصی. خب من بدون فوت وقت دعوت میکنم اولین سخنران این جلسه، جناب آقای مصطفی منیری، با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در مرداد 1401. بفرمایید جناب آقای منیری. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران و حضاران عزیز، در خدمتتون هستم با تحلیل و گزارش موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در مرداد ماه 1401. اولین خبر راجع به دانشجویان ستاره داره. ضیاءالدین نبوی، فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع دکترا که در کنکور دکترای 1401 رتبه 12 رو کسب کرده بود، با ایراد رد صلاحیت عمومی در سایت سازمان سنجش مواجه شد و از تحصیل محروم شد. این سومین باره که آقای نبوی توی دوران تحصیلات تکمیلی با محرومیت از تحصیل مواجه میشه. آقای نبوی توی تاریخ 6 اسفند 98 توسط نیروهای امنیتی تو تهران بازداشت و در تاریخ 12 اسفند ماه همون سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. اون آقای نبوی توی تیر ماه 1400 توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به حضور ماهانه در قطعه شهدا بهشت زهرا در قطعه شهدای بهشت زهرا، حضور در آسایشگاه جانبازان، شرکت در کلاس‌های کنترل هیجان و همچنین ممنوعیت خروج از کشور به مدت 2 سال محکوم شده. حکم صادره توی آبان ماه 1400 توی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شد. آقای نبوی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد. اگرچه توی سال‌های اخیر قول و قرار فراوانی مبنی بر رفع محرومیت از تحصیل دانشجویان ستاره دار داده شده، ولی محرومیت بخش زیادی از کسانی که در سال‌های گذشته از تحصیل محروم شده بودند همچنان ادامه دارد. دانشجویان ستاره‌دار به کسانی اطلاق میشه که به دلیل فعالیت‌های دانشجویی از دانشگاه اخراج میشن و یا با تعهد به عدم فعالیت مجاز به ادامه تحصیل میشن. این خبر ناقض مواد 6, 8, 22 و 26 و 29 اعلامیه جهانی، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 26 حق تحصیل رایگان برای همه و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. خبر بعدی راجع به شهروندان بهایی. شمار شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری 1401
که با عناوین مختلفی از جمله نقص پرونده به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدن تا کنون به 63 تن رسیده. اخیراً با انتشار گزارشی ضمن مقایسه گزارشات منتشر شده از شهروندان بهایی محروم از تحصیل در سالهای اخیر از افزایش آماری اونا خبر داده. همچنین شماری از این شهروندان که برای پیگیری علت نقص پرونده به سازمان سنجش مراجعه کردن با برخوردهای امنیتی مواجه شدند. به گفته فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه جهانی بهایی، هرگاه جامعه ایران با بحران‌های شدیدی مواجه می‌شود، جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی در اولین قدم فشار بر جامعه بهایی ایران را افزایش می‌دهد. امسال شهروندان بهایی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش به صفحه ارجاع داده می‌شود که بدون ذکر نام و مشخصات فقط از نقص پرونده اونا اطلاع می‌دهد. گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداوله که عمدتاً از سال 1385 در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به کار گرفته شد. علی‌رغم نص صریح قانون طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهاییان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند. عرض کردم طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. هر سال گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه ایران منتشر میشه. این موضوع حتی افرادی رو که در آستانه فارغ التحصیلی هستن نیز در بر میگیره. گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کردند و اون رو مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دونستن. گفتنیه که بر اساس منابع غیر رسمی در ایران بیش از 300 هزار نفر بهایی وجود داره، اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی رو به رسمیت میشناسه و مذهب بهایی رو به رسمیت نمیشناسه. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهاییان توی ایران به صورت سیستماتیک نقض شده. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند. این محرومیت سیستماتیک در حالیه که طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق داره از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار نظر اون به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار بشه. کلن این خبر ناقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر زیر ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 26 حق تحصیل رایگان برای همه و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. خبر بعدی راجع به اعدامه. حکم دو زندانی که پیشتر در پرونده‌های جداگانه از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند توی زندان‌های ایران شهر و زابل به اجرا درآمد. روز شنبه 29 مرداد 1401 یک زندانی توی زندان اعدام شد. توی این گزارش هویت این فرد مهدی پیری، فرزند علیجان و اهل روستای پیری عنوان شده. این زندانی که تو سال 98 بازداشت و توسط دادگاه انقلاب زابل از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، روز پنجشنبه 27 مرداد ماه به همراه دو زندانی دیگه جهت اجرای حکم انفرادی زندان زابل منتقل شده. توی خبر دیگه‌ای روز 29 مرداد ماه بود، حکم اعدام یک زندانی توی زندان ایران شهر به اجرا درآمد. هویت این شخص رو نادر براهویی، 30 ساله، فرزند امید، پدر یک فرزند و اهل زندان عنوان شده. این زندانی که در سال 97 بازداشت و توسط مرجع قضایی از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، روز پنجشنبه مثل اعدامی قبلی، روز پنجشنبه 27 مرداد جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. این خبر ناقض مواد 2 3 6 و 8 اعلامیه جهانی، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. خبر بعدی راجع به یکی از فعالان صنف دانشجویی، خانم لیلا حسین زاده.
خانم لیلا حسینزاده فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق روز شنبه 29 مرداد ما توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت خانم حسینزاده توسط نیروهای امنیتی توی خیابون و مقابل منزل شخصیش و همراه با ضرب و شتم صورت گرفت. تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده. خانم حسینزاده پیشتر توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد رضا عموزاد از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری و 2 سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. آذر ماه امسال این محکومیت توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شد. شرکت در مراسم تولد محمد شریف مقدم درویش گنابادی زندان مقابل دانشگاه سنتی شریف و سر دادن سرود خون ارغوانها از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شد. وی روز شنبه 18 دی ماه 1400 طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده. احضار خانم حسینزاده در شرایطی صورت گرفته بود که وی به دلیل عدم تحمل کیفر از بابت پرونده پیشین خود از زندان آزاد شده بود. خانم حسینزاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد. او پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد. این خبر به شکل عجیبی ناقض بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 5 شکنجه ممنوع، چون ایشون رو با ضرب و شتم در واقع بازداشت کردن، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توفیق عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده 22 حق امنیت اجتماعی. خبر دیگری هم داریم راجع به یک زندانی سیاسی سابق، آقای علی انسان دوست یا خردگرا. زندانی سیاسی سابق علارغم گذشت 6 روز از زمان دستگیری کماکان در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه در قم در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برد. آقای انسان دوست زندانی سیاسی سابق یکی از منابع مطلع نزدیک به خانواده آقای انسان دوست گفت طی چند روز گذشته علی تماس کوتاهی با خانواده خود برقرار کرد و اعلام داشت که در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه در قم نگهداری می‌شود. این منبع ادامه داد آقای انسان دوست پیشتر تجربه نگهداری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در قم را داشته، ولی در اون زمان از امکان برقراری تماس و ملاقات با خانواده خود محروم بود و از طرفی دیگه برای انجام مصاحبه تلویزیونی تحت فشار ماموران قرار داشته. این موضوع به افزایش نگرانی‌های خانواده وی منجر شده. پیشتر طی گزارشی به تداوم بازداشت و بلا تکلیفی علی انسان دوست و بیخبری خانواده‌اش از وضعیت وی پرداخته شده بود. یک منبع مطلع گفته بود که خانواده آقای انسان دوست به جهت کسب اطلاع از سرنوشت فرزندشون به دادسرای قم مراجعه کرد. مسئولان دادسرا مدعی شدند که اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری آقای انسان دوست ندارند. روز 22 مرداد ماه امسال علی انسان دوست در منزل شخصیش زمانی که هیچ یک از اعضای خانواده وی حضور نداشتند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران همچنین اقدام به تفتیش منزل آقای انسان دوست کردند تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروح علیه این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست. علی انسان دوست پیش از این نیز از بابت فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس داشته. وی در تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال 99 به دلیل فعالیت توی فضای مجازی و مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارج از کشور توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت. او در شهریور ماه سال 99 با پایان مراحل بازجویی به زندان لنگرود قم منتقل و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند عمومی این زندان نگهداری شد. آقای انسان دوست سپس توسط شعبه 3 دادگاه انقلاب قم از بابت اتهاماتی از جمله همکاری با دول خارجی و متخاصم، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 8 سال حبس محکوم شد که با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 6 سال آن قابل اجرا بود. این حکم در پی تسلیم به رأی به 4 سال و نیم زندان کاهش پیدا کرد، ولی نهایتا در تاریخ 5 دی ماه 1400
به جهت اینکه باقی مانده دوران محکومیت 6 سال 4 سال و 6 ماهه خود رو خارج از زندان و با محدودیت تردد سپری کنه، تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان لنگرود قم خارج شد. این خبر ناقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که خدمتون عرض میکنم هست. ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 22 حق امنیت اجتماعی. و به عنوان آخرین خبر و حالا اتفاقا یکی از جالبترین خبرها هم است، یک مدت پیش یه کلیپی توی فضای مجازی پخش شده بود که توی یک اتوبوس BRT بود که یک متهم بابت اون اتفاق در واقع دستگیر شد و این خبر راجع به اون شخصه، خانم سپیده رشنو. کیفرخواست پرونده سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس BRT توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به وی ابلاغ شد. این شهروند پیشتر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام و با صدور کیفرخواست پرونده وی به شعبه مذکور ارجاع شده بود. رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهامات مطروح علیه خانم رشنو را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین، این قسمتشو من نمیدونم از کجا بردن، به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا عنوان. این مقام قضایی همچنین افسود متهم از زندان احضار شده و در شعبه مذکور مفاد کیفرخواست صادر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. این شهروند پیشتر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام و با صدور کیفرخواست پرونده وی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود. اواخر تیر ماه امسال، حالا اینجا باز دوباره یه توضیح خدمتتون عرض بکنم، اواخر تیر ماه امسال ویدیویی از درگیری چند زن در یکی از اتوبوس‌های BRT در فضای مجازی منتشر شد که نشون میداد شخصی به بهانه امر به معروف اقدام به دخالت در نحوه پوششی یه زن کرده. در پی این موضوع شماری از حاضران با امر به معروف که قصد فیلم برداری از معترضان به دخالت او را داشت درگیر شد. مدتی بعد سپیده رشنو به دلیل آنچه حتاکی و ضرب و شتم امر به معروف عنوان شده بود بازداشت. من نمیدونم واقعا آیا این عناوین اتهام وجود دارن یا نه، حتاکی و ضرب و شتم عامل به معروف عنوان شده بود بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی منتقل شد. روز پنجشنبه 30 تیر ماه 1401 خانم رشنو به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص گفته بود سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مأمور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکس برداری بشه. ایشون ظاهرا هنگام حالا میخونه. بر اساس اظهارات شاهدین خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان کاهش فشار خون داشته، بیرمق بوده و به دشواری حرکت میکرده. مامورین امنیتی حاضر اجازه صحبت خانم رشنو به دیگران را ندادند و حتی در زمان معاینه پزشک جزوی از حریم خصوصی بیمار پزشکه اون را تنها نذاشت. به گفته شاهدین خانم رشنو همان شب مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شده با اون حال بدش. اندکی بعد روز شنبه 8 مرداد ماه ویدیویی از اعترافات اجباری وی توسط خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد. پیشتر نیز ویدیویی از اعترافات اجباری فردی با هویت نامشخص که بر اساس اظهاراتش مدعی است یکی از معترضان به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس BRT است توسط رسانه‌های رسمی منتشر شد. با انتشار تصویر بیرمق خانم رشنو به خصوص مشاهده رنگ تیره پوست در نواحی چشم، موجی از نگرانی از سلامت وی در بین کاربران فضای مجازی به راه افتاد. خانم رشنو در حالی کماکان در بازداشت به سر میبره که تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی به دست نیامده. کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد
و متضمن رواج بیقانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده است. سپیده رشنو متولد 1373 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته نقاشی در دانشگاه الزهرا و اهل خرم آباده. این خبر ناقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر زیره ماده 5 شکنجه ممنوع که ظاهرا ایشون رو شکنجه کرده بودن موقع مورد ضرب و شتم قرار داده بودن، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 22 حق امنیت اجتماعی. من تا اینجا فکر میکنم یه وقت من بیشتر از این اجازه نده، این اخبار رو خدمت دوستان ارائه کردم، اما خب حالا جالبه بدونید این اخبار کوتاهی که عرض کردم فقط مال سه روز اخیره و خب در حال حاضر ما هر یک ماه یک بار یک جلسه داریم دیگه، شما خودتون بدونید که این اخبار تازه این هم فقط صرفا مربوط به حقوق جوان و دانشجوه، اون هم اخباری که در واقع درس کرده. متاسفانه شما عمق فاجعه رو دیگه خودتون دریابید. ممنونم بابت وقتی که به بنده دادید. مرسی. ممنون آقای منیری عزیز، خسته نباشید. متشکر از اخباری که اعلام کردید و ممنونم که به این نکته خبر تفهیم اتهام خانم رشنو اشاره کردید. موضوع بسیار مهمیه چون با وجود تمام این اتهاماتی که به ایشون زده شده اگر که به اثبات برسه متاسفانه حکم ایشون اعدام هست و فکر بکنید که جوانی زندگی یک انسان به خاطر یک همچین مسئله اینقدر برای اینا بی ارزشه به همین راحتی زیر پا گذاشته میشه. خب دوستان اگر که در مورد گزارش و تحلیل نقض اخبار صحبتی دارن یا اظهار نظری دارن خوشحال میشم که با علامت دست من راه نمایی کنید. بسیار عالی. خب بخش دوم جلسه امروز ما با آقای مهدی افشارزاده خواهد بود با موضوع بررسی قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای افشارزاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید. با سلام خدمت همه همکاران گرامی، قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی پاریس و ژنو در راجع به جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان، ماده واحده آن اینه که مجلس شورای ملی الحاق قطعی دولت ایران رو به این پیماننامه در تاریخ 18 می 1904 مطابق 27 اردیبهشت 1283 که بر 9 ماده و در پاریس برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق و جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان بوده به امضا رسید. همچنین قرارداد بین المللی پاریس که در تاریخ 12 اردیبهشت 1289 راجع به همان مقصود در پاریس امضا شد و به دولت ایران اجازه داد که قراردادهای بین المللی خرید و فروش زنان و کودکان رو که حالا قبلا به امضا رسیده بود رو تصویب کنه و به دولت اجازه بده که اون نسخ اون صحیح شده اون رو به دارالانشای جامعه ملل در سازمان ملل تسلیم کنه. در حقوق بین الملل جنگ شیوه اجباره و همیشه بر اعمال زور و قدرته که میتونیم اونو از نظر حقوقی چنین تعریف کنیم که جنگ به عنوان ابزار سیاست ملیه، یعنی اون مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیزی که حالا مسلحانه هم هست و که در چارچوب مناسبات کشورها، چون بعضی وقتا جنگ ها بیشتر از دو کشور توش دخالت دارن و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبت‌های اون کشورها با هم میشه و در این جهت حداقل یکی از طرفین در صدد تحمیل نقطه نظرهای خودش اون کشوری که قدرت بیشتری داره و به این ترتیب عملیات‌های قهرآمیز مسلحانه شکل می‌گیره.
و کشورها وقتی درگیر موضوعات بشن و اون یک کشور فتح بشه، اون زنان و کودکان هستن که بیشترین آسیب رو میبینن و خیلی کشورها زنان و کودکان رو به عنوان غنایم جنگی میدونن که میتونن اونا رو بگیرن به عنوان برده و اون رو بفروشن. و این مقررات که تصویب شده اینا زمانی میتونن روابط بین المللی رو به خوبی تنظیم کنن، به خوبی منظم کنن که دارای مکانیزم های مؤثر اجرایی باشن و نتیجهش این بشه که اون خصومت های مسلحانه علیه کودکان و زنان که امروزه جرایم علیه زنان بسیار زیاد داره انجام میشه و الان نظرهای خیلی ها رو به خودش جلب کرده و از اون طرف با زیادتر شدن قدرت سیاسی زنان، الان ما میبینیم در اتحادیه اروپا چند تا خانم هستن که در رئیس جمهور هستن، در کابینه هستن، وزیر دفاع هستن و اینها کنار همدیگه وقتی قرار بگیرن اون مانع میشن از اون مشکلاتی که به خاطر جنسیت به زنان و کودکان وارد میشه و میشه یکی از اولین تلاش ها برای مبارزه با مرتکبین این گونه اعمال که به خودشون اجازه میدن به کودکان و زنان آسیب برسونن و اونها رو بفروشن. خب نمونهش بوده دیگه، ارتش آلمان اون زمانی که به فرانسه حمله کرد، زنان فرانسوی رو به زنان فرانسوی تجاوز کرد، آنها رو کشت و بلژیک هم همین اتفاق افتاد و این ملاحظاته که باعث شد که این موضوع، این قانون به وجود بیاد. خب این حالا ما درباره اروپا صحبت کردیم، میخوام درباره کشور خودمون صحبت کنیم. ببینید قوانین داخلی ایران وقتی کتاب قانون نگاه میکنید مملو از قوانینیه که نه تنها خشونت علیه زنان رو منع نمیکنه، مانعشون نمیشه، بلکه با حمایت از فرد خشونتگر به صورت کاملا برنامه ریزی شده و سیستماتیک این خشونت رو ترویج میده. خب ما تو ایران زندگی کردیم دیگه، میبینیم که زندگی روزمره زنان ایران تحت تأثیری از انواع مختلفی از خشونت هاست و بعضی از این خشونت ها انقدر دیگه عادی شده که دیگه اصلا خانوما یا زنان دیگه به اون موضوع اصلا دیگه معترض نیستن. اولین دلیلش اون ایدئولوژی مذهبیه، گام بعدی اون نظام سیاسی استبدادیه که همه اینا کمک میکنه به مرد سالاری و در کنار عرفی که خشونت رو تحمل میکنه، یعنی اومده خشونت رو به بخش جدا نشدنی از زندگی زنان تبدیل کرده، یعنی اصلا خشونت شده تو ساختار جامعه با زنان، یعنی هر اتفاقی بیفته اگه طرف مرد باشه که این خشونت رو اعمال میکنه حتما در برخورد اول حق با مرد هست. ولی این دو جمله بالا من یه موضوعی گفتم به نام خشونت ساختاری، من یه توضیح کوتاهی دربارش بدم. ببینید خشونت ساختاری حالا در حالا سال 1969 مطرح شد، این به یک خشونتی اشاره داره که در اون برخی از ساختارها و نهادهای اجتماعی ممکنه با جلوگیری از برآورده شدن نیازهای اساسی انسانها به اونا لطمات جدی بزنه. ببین عمد نیست ها، به بیان دیگه این که به شیوه های سیستماتیکی که حکومت مانع از دستیابی افراد به پتانسیل کامل اونها میشه، این میشه یه خشونت ساختاری و این اصطلاح از این نظر خیلی اهمیت داره چون میزان آسیبی که این نوع خشونت به زندگی مردم یک جامعه وارد میکنه در خیلی از وقتها این آسیب از جنگ بدتره و این باید در کانون توجه قرار بگیره. خب اولویت تو این ساختار کی میشه؟ این خشونت ساختاری وهله اول زنان جامعه هستن. چرا؟ چون نابرابری های ساختاری در زندگی خصوصی زنان به دلیل تلاقی جنسیتشون با شرایط موجود، مثل وضعیت بهداشتشون، مثل سلامت ناکارآمد در ایران،
مثل آموزش ناکافی، این باعث میشه که زنها بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن. هنگامی که یک مرد همسرش رو کتک میزنه، این یه نمونه خشونت در حوزه خصوصی اتفاق میفته. اما هنگامی که میلیون ها مرد همسرانشون را در ناآگاهی و جهل نگه میدارن، یعنی طرف نمیخواد، من میشناختم الان نمیشناسم، اون موقع باهاشون در ارتباط بودم، کسانی بودن که شرط میذاشتن برای دختری که میرفتن خواستگاریش که تو حق نداری بری دانشگاه، تو حق نداری بری درس بخونی. حالا ما تو بوشهر زندگی میکردیم و این مسائل بیشتر بود، یعنی از عمدن اون خشونت ساختاری رو به وجود میآورد اون فرد، یعنی از عمد همسرش رو در ناآگاهی و جهل نگه میداشت و این میشد خشونت سیستماتیک. و وقتی خشونت سیستماتیک استارت بخوره، وقتی که شروع بشه، این حالا من میگم دانشگاه، این فقط دانشگاه نیست که، بر تمام جنبه های زندگی اون فرد، اون خانوم، اون دختر، اون زن تاثیر میذاره و سلامت و امنیت فردی اون رو از بین میبره. زنانی که از حقوق اساسی خودشون به دلیل نابرابری های ساختاری محروم میشن، خب اینا مطمئنن از لحاظ جسمی، از نظر روحی آسیبای جدی میبینن. خب آسیبای روحی و جدی، آسیبای جسمی که مثل بارداری های ناخواسته، سخت جنین های غیر ایمن، ابتلا به ایدز، ناتوانی های مادام العمر و آسیب های روانی مثل ترس، استراب، افسردگی، اختلال در عملکرد جنسی و رفتارهایی که با وسواس همراهه. ما تا همین چند ماه گذشته اخبار بسیار زیادی رو داشتیم از همسرکشی و دخترکشی. 8 شهریور بود که خبر کشته شدن مبینا سوری، دختر 14 ساله، توسط همسر روحانیش منتشر شد. و این خبر در ادامه خبرهای و زنکشی‌های سریالی بود که در ماه‌های گذشته شروع شده و در شهرهای مختلف به وجود اومده به بهانه مثلا دفاع از ناموس. بعد از اون سینا قلندری از محکومیتش به 13 ماه زندان و محرومیت 2 ساله خبر داد. این فرد که کسی که این خبر رو بازنشر کرد. در شهر سنندج یک پزشک در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دختر 22 ساله به نام فائزه ملک نیا توسط پدرش به آتش کشیده شد. و دختر به پزشک گفته بود که پدرم این کار رو به خاطر این انجام داد چون من دوست پسر داشتم. و خیلی جالبه که چون شاکی خصوصی وجود نداره، الان پدر این دختر آزاده، اصلا بازداشت نشد. زنکشی در ایران بر اساس قوانین داخلیمون و به دلیل سرپرستی داشتن مرد خانواده، سر خانواده مرد، و اون میشه مالک و حاکم بر جسم و جان اون زنی که داره. برای همین اگر اتفاق بیفته و یک کاری انجام بده، باید بدونیم که کمترین مجازات ممکن رو برای اون مرد در پی داره. و خیلی اصلا من که یادم نمیاد که کسی، مردی مرتکب زنکشی، قتل به بهونه ناموسی شده باشه و بخواد حبس بکشه. خیلی زود به زندگی عادی برگشتن، یعنی خیلی در مدت کوتاهی آزاد میشن. بدترینش رو میخوام بگم، پدر رومینا اشرفی، دختر 13 ساله کیلانی، که فکر کردم بهش که یک پدر با داس دختر خودشو بکشه و بعدش هم بعد از 9 سال حبس آزاد بشه. و مادر رومینا میگفت که ما میدونستیم همچنین حکمی داده میشه چون ما شاکی خصوصی نداشتیم و با 9 سال حبس و پرداخت دیه اون فرد آزاد میشه. یک بار دیگه میخوام بگم قوانین داخلی ایران مملو از قوانینیه که نه تنها خشونت علیه زنان و کودکان رو ممنوع نمی کنه،
بلکه با حمایت از فرد خشونتگر به صورت سیستماتیک این خشونت رو در بسیاری از موارد ترویج میکنه، تبلیغ میکنه، بزرگ میکنه و این اعتماد به نفس رو به اون مرد میده که میتونی این کار رو انجام بدی. و در بسیاری از موارد میبینیم که خشونت علیه زنان در ایران اصلا نیاز نیست که به سن ازدواج برسه، در همون دوران کودکی خیلی از کودکان هستن، دختران کودک هستن که در سن کودکی دچار خشونت و خشم میشن و دختری هستن که اصلا مجال پیدا نمی کنن که کودکی بکنن، چون زنان در ایران از همون بدو تولد و به دلیل جنسیتشون همیشه تحت خشونت قرار میگیرن. یعنی دختر بچه ها از همون کودکی و تحت اون نظام آموزش ایران عملا خشونت های مبتنی بر جنسیت رو به حالا به راه ها و روش های مختلفی تجربه میکنن و اونا به واسطه قانون هایی که در ایران وجود داره مثل کودک همسری، کودک مادری و به دنبال اون وقتی این دوتا باشه خب زنکشی و قطعه ناموسی در ادامهش وجود داره و این دخترها همه اینا رو دارن تجربه میکنن و بدترینش این که کودک آزاری ها در ایران داره جنبه قانونی به خودش میگیره، در حالی که بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت هر انسان کمتر از 18 سال باید کودک محسوب بشه. حالا ما اینو در پیماننامه حقوق کودک در سازمان یونیسف هم داریم ولی تو ایران همچین چیزی مثلا مورد قبول نیست، اصلا توجه بهش نمیشه، اهمیتی نداره. حتی در سال 1372 بود دیگه در با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسما یک پیماننامه ای رو که در سال 1989 مورد پذیرش عمومی سازمان ملل قبول شد رو ایران قبول کرد و گرفت، ولی اون چیزی که امضا کرده با قوانین داخل ایران در تعارض کامله. چرا؟ چون قوانین داخل ایران در با موازین اسلامی تنظیم میشه و وقتی که وقتی در یک راستا با موازین اسلامی نباشه لازم الاجرا نیست از نظر ایران. تعارضی عجیب که با توجه به قوانین داخل ایران در حوزه کودک پذیرفتن این پیماننامه رو تبدیل به امری اصلا خنده‌دار و نمایشی کرده و تضادهای رو به وجود میاره. یکی از بزرگترین این تضادها این قانون داخل ایران همون پیماننامه حقوق کودک، چون در اون نوشته شده که در قانون مدنیت نوشته شده که در ایران عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شرعی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت مشکلی نداره، میتونه ازدواج کنه. فقط ما در سمعه سال 1400 7100 ازدواج داشتیم، آمارش داریم از دختر بچه های 10 تا 14 ساله. خب همین میشه خشونت علیه زنان، چون دیگه اون دختر وقتی که ازدواج بکنه فرصتی برای بازی و کودکی نداشته، رسما تبدیل به کودک همسر میشه، میشه کودک مادر. و در سایه حمایت قانونی و ایجاد تسهیلاتی حالا راهکارم دادن برای اینکه تبلیغ کنن، وام های 70 میلیونی میدن و جالب این که وقتی وام های 70 میلیون داده میشه آمار 1399 تا 1400 10.5% افزایش داشته، دخترای 10 تا 14 ساله که ازدواج کردن و خیلی بده. این نشون از این میده که ساختار حالا حکومت و دولت که ما دیگه تکلیفش رو میدونیم، ولی خب در خود اون خانواده هم باید تغییر ایجاد بشه، اونا هم باید آموزش ببینن و اونا نباید به دختر به چشم یک نانخور نگاه کنن. چند شبی رو تو توییتر پستیدم، دختر حاضر بود با یک فرد معتاد ازدواج کنه فقط به خاطر اینکه اون حسی که تو خونه پدرش با رفتاره پدرش باش میشد که نانخور اضافیه رو نخواد دیگه تحمل کنه و این میشه بدترین قسمت ماجرا.
موضوع آخری که میخوام بهش اشاره کنم درباره حجاب اجباریه. به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی، هر کسی عملاً در انظار عمومی، اماکن عمومی، معابر تظاهر به عملی حرام کنه به حبس از 10 روز تا 2 ماه با 74 ضربه شلاق میشه. نوشته زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر بشن به حبس از 2 روز تا 2 ماه و جریمه بین 50 تا 500 هزار تومان محکوم میشن. باید بدونیم که الان با وجود گشت ارشاد در ایران، موضوع حجاب اجباری یکی از خشونت آمیزترین قوانینیه که زنان در ایران با اون روبرو هستن. چون حجاب اجباری تنها روسری رو از سرشون بر نمیداره و به صورت سازمان یافته و سیستماتیک اون خشونت رو به وجود میاره. ما میبینیم که وقتی میخوان یه خانم رو دستگیر کنن، یومینی آقای داره دست خانم رو میگیره. خب حالا اگه همون خانم دستش تو دست یه پسر دیگه تو پارک باشه، مأمور بهش میگه این گناه حرام خلاف، ولی خود مأمور میتونه دست دختر رو بگیره و ببره تو ماشین باش برخورد کنه. نمیدونم چند وقت پیش بود دیگه، مادری جلوی ون گشت ارشاد بود و ماشین از روش رد شد، گفت دختر من مریضه. باید بدونیم که این اتفاق وقتی برای اون دختر بچه ها میفته، این باعث میشه که تأثیرات منفی حجاب اجباری در ایران بی نصیب نمونه، چون اون بچه از وقتی که از 7 سالگی وارد مدرسه میشه به زور باید مقنعه سرش میکنن، به زور روپوش بلند و گشاد تنش میکنن و اون مرزی که بین کودکی و بزرگسالی و پیشرفته رو از بین میبرن، اونو مخدوش میکنن و اینا همون کودک آزاری ها هستن. و باید اینو قبول کنیم که کودک آزاری ها در درون خانواده شروع میشن، ولی ادامهشون در درون مدرسه است که رفتاری که مسئولین مدرسه دارن با دختران از همون روز اول روان و احساسات دختران رو نشونه میرن. چون دختر بچه هم یه تو مدرسه میدونن بازی میکنن و هر لحظه تذکر این که موات پیداست یا چرا لباس زیر این مانتو رنگی روبرو میشن و این آزار کلامی و جسمی رو متحمل میشن. حساب کنید یک بچه 7 ساله این فشار از اول روشون هست. و با این همه حجاب اجباری در ایران با مقاومت روزمره روبروه. ما میبینیم کمپین های بسیار زیادی که هست، حالا ما در توییتر میبینیم خیلی وقتا هم اعتراض های بسیار علنی با حجاب اجباری انجام میشه و آمارهایی که در این چند ماهی نشون میده وجود داره نشون میده که زنان دارن مقاومت میکنن، زنان دارن در مقابل حجاب اجباری مقاومت میکنن. و میتونیم روزنامه کیهان رو، اون مهدی نصیری مدیر مسئول قبلیش سال 99 اعلام کرد که 70% مردم ایران با حجاب اجباری مخالفن و سالانه هم چند درصد از کسانی که علاقه من به حجابن هی دارن کاسته میشن. و این نشون میده که حکومت و جامعه اون برنامه ریزی که کرده بودن، اون استبدادی که برنامه ریزی شده است و اون خشونت سیستماتیک دیگه قرار نیست که جواب بده. زنان ما، مردان در حال کسب آگاهی هستند و حقوق خودشون رو میدونن و میخوان براش بجنگن و امیدوارم اون روز برسه که دیگه نخواهیم شاهد هیچ نظام استبدادی سیستماتیک باشیم و در آرامش بتونن مرد و زن برابر در کنار هم کار و زندگی کنن. سپاسگزارم از همه شما خوبان. صحبتی نظری باشه بنده در خدمتون هستم. سپاسگزارم جناب یخشارزاده، خسته نباشید. ممنون از مطالب بسیار خوبی که ارائه دادید شما. و حالا من خیلی کوتاه اگر بخوام در یکی دو مورد از مسائلی که فرمودین موضوع رو مطرح کنم، وقتی در خود آموزه‌های دینی اسلام و قرآن به خاطر عدم حالا هرشنوی یا عدم تمکین یک زن به مرد در مسئله ازدواج این قضیه خشونت رو مطرح میکنن، میشه اینو از در واقع کوچکترین مسئله بگیریم تا بزرگترین ها که اتفاقاتی که میفته از جمله تجاوزایی که به
کودکان شد توسط افرادی که تایم خیلی کوتاهی رو شاید در زندان سپری کردن یا به واسطه روابطی که داشتن حالا با قاضی یا افراد دیگه یه زمان خیلی کوتاهی رو گذروندن و اومدن بیرون. و جالبتر این که امروز من اتفاقا پیج خانم دکتر بابک دیدم که یک آقای 65 ساله که خادم مسجدی در قم هستن به 7 کودک تجاوز کردن و اینا همه چیزایی که واقعا باید براش تأسف خورد. و در مورد حجاب اجباری هم که شما فرمودین، امیدوارم که در هم در این مسئله و هم در سایر مسائل دیگه مردان هم پا به پای زنان در اون مبارزه که داره صورت میگیره همراه باشن. مجدد سپاسگزاری میکنیم، در خدمت خانم ترابی عزیز هستیم، مایک در اختیار شما، بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام خدمت همه دوستان گرامی، من هم تشکر میکنم از این بحث خوبی که پیش کشیدین و بحث قشنگی که انتخاب کردین و ارائه دادن دوست عزیزمون. و من میخوام بگم که این حجاب اجباری و این مسئله زن ستیزی و مرد سالاری دقیقا به خاطر اسلامه. اینجا توی کشور آلمان اتفاقی که برای من و دخترم هفته پیش اتفاق افتاد، دخترم من یه دوست عرب داره، مسلمون هستن، حجاب دارن و همکلاسیش هست و این دختر بارها و بارها تحت فشار پدر خودش تحت فشار قرار گرفت که ازدواج اجباری با یه مرد 55 ساله داشته باشه و این دختر واقعا گریه میکرد و کتک میخورد، از پدرش کتک میخورد. و دختر من چند بار مثلا درگیر شد همراه با کشیشی که مثلا ما با ایشون دوست بودیم و اینا، و رفتن پیش پلیس شکایت کردن، گفتن که این پدر داره این دختر رو کتک میزنه، ولی چون خود دختر جرأت نداشت شکایت کنه و اینا به هیچ نتیجه نرسید. در صورتی که معلم‌ها هم همه در جریان بودن و خود پلیس هم میدونست، همه اینا میدونستن، ولی هیچ کس هیچ کاری نمیتونست بکنه. تا هفته پیش این دختر مجدد حسابی از دست پدرش کتک خورد و نمیخواست با این مرد ازدواج کنه و از خونه فرار کرد. پدرشون رو زندانی کرده بود، از پنجره اتاق خودش فرار کرد و اومد با دختر من تماس گرفت که تو رو خدا پری یا به من پناه بده، من پدرم اگه منو بگیره منو میکشه، یا برادرام همینطوری. خانواده بزرگی هستن، 11 نفرن، 4-5 تا برادر داره و حالا خواهر و دوتا هم پدرش زن داره. خلاصه اینا اومدن منزل ما، دختر منم با پلیس تماس گرفت، ما با پلیس تماس گرفتیم، جریان رو توضیح دادیم، پلیس رو در جریان گذاشتیم، پلیس اومد و با این دختر صحبت کرد و بارها و بارها از این دختر پرسید که اگه تو برگردی چه اتفاقی برات میفته. دخترم گفتش که اگه من برم پدرم 100% منو میکشه. و پلیس از ما خواهش کرد که ما اینو همینجا نگه داریم و به کسی نگیم، با کسی در ارتباط نباشیم. ما هم این دختر رو یه شب نگه داشتیم تا پلیس براش یه تصمیمی گرفت که مثلا کجا ببردش، به صورت پنهانی در هایم به اصطلاح پنهانی زنان اون رو قرار بده. و خلاصه این دختر رو ما، من و دخترم و کشیشی که همراه ما بود، با ماشین کشیش بردیم به اونهای حدود 40-50 کیلومتر از شهری که الان هستیم دورتر بود. بعد وقتی این دختر رو به اونجا بردیم، یه هایی بود که در هر صورت اونجا زنانی زندگی میکنن که شرایطی مشابه این دختر دارن و بلتب در اولین جلسه اگه کسی وارد بشه اینا همه میترسن به فرض اگه آشنایی باشه مکان اینا رو لو بده، خودشون رو نشون نمیدن. و این دختر تصور کرده بود که اونجا تنهاست، توی این هایمه به این بزرگی تنهاست و وحشت برش داشته بود و دوباره به دختر من زنگ زد، گفتش که تو رو خدا برگردیم بیای منو برداریم ببرین خونه خودتون. ما دوباره با مدیریت هایم تماس گرفتیم، اونا گفتن که نه اصلا امکان نداره. ازشون خواهش کردیم حداقل دختر من بیاد پیشون بخوابه، یه شب پیشش بخوابه، اونا قبول نکردن. تا هر صورت بعد از نیم ساعت در این جریانی که مثلا ما داشتیم صحبت میکردیم و اینا، این دختر از اونجا فرار میکنه، دوباره از اون هایم فرار میکنه. تا ساعت 3 شب این دختر، ما خبری نداشتیم، پلیس هم درگیر شد، دنبال این دختر میگشتیم، همه ما نگران بودیم و اون تهدید کرده بود که اگر منو اینجا بذاریم من خودکشی میکنم. ما همه نگران بودیم خدا این خودکشی نکنه، بلایی سر خودش نیاره. در هر صورت
این دختر ساعت 3:30 شب به دختر من زنگ زد، گفتش که پریا من برگشتم خونه پدرم و دیگه ما از این هیچ خبری نداریم. از اون به بعد گوشیش رو ازش گرفتن، ارتباطش با دختر من قطع شد و متاسفانه تو مدرسه‌ای که با دختر من میومد اومدن پروندهش هم گرفتن و هیچ جای دیگه ای هم مثل این که ثبت نام نشده، با پلیس ما در ارتباط هستیم. و متاسفانه این قوانین قوانین اسلامه و در همه جای دنیا هست، همه جا متاستاز داده، فقط مخصوص ایران نیست. مردسالاری مال اسلامه و اینکه دختر رو به زور بخوان ازدواج بدن، به زور بخوان محکومش کنن که درس نخون، در ناآگاهی نگهش دارن، مختص ایران نیست، مختص اسلامه. و متاسفانه اسلام الان سایه گستر شده در کشور ما و ریشه تمام جهالت های کشور ما ناشی از دین اسلامه. ممنون که مایک رو من دادید. ممنونم از شما خانم ترابی عزیز که مشارکت داشتید. جناب آقای منفرد در خدمت شما هستیم، بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک دوستان عزیز. بحث خیلی جالبی بود. من فقط نظر شخصی می گفتم خدمت دوستان عرض کنم، اینکه تو هر کشور و تو هر نظامی که تأسیس میشه یک مبنا، قاعده، شالده، زیربنایی رو داره که بر اساس اون دیگه قانون اساسیشون رو شکل میدن و جامعه رو به جلو میبرن. تو کشور ما هم بحث اصلی و شالده اصلیش همون بحث قرآن و وجود قرآن، ولیکن ما میبینیم جمهوری اسلامی عنوان میکنه که ما قانون اساسیمون رو بر اساس به صورت صریح و کامل، حالا مقداری هم قانون مدنیمون رو برگرفته از قانون فرانسه است، ولی به صورت مفسر، به صورت کامل از قرآن گرفته، ولیکن به همون هم عمل نمیشه. متاسفانه توی آیه 256 سوره بقره عنوان میشه که لا اکراه فی الدین، هیچ اجبار و اکراهی در پذیرش دین نیست، هر شخصی مختاره اون چیزی رو که به نظر خودش صحیح هست و انتخاب کنه، که میبینیم کاملا یه چیز متناقضی داره اتفاق میفته. و دو، این که خود حضرات همیشه به این اذعان داشتن که امام علی اینو عنوان میکرد که وقتی یه شخصی رو از یک چیزی که وجود داره منعش میکنیم، اون شخص حریص‌تر میشه به اون موضوع. حال بخوایم نگاه کنیم، خانوم ها در مقابل اجبار هیچ وقت کوتاه نیومدن، چه زمان کشف حجاب رضا خان، چه زمان جمهوری اسلامی با موضوع حجاب اجباری. و به هر صورت خانوم ها حتی اگر اعتقاد به حجاب اجباری هم حجاب داشته باشن، وقتی این روند رو میبینن توی جامعه داره اتفاق میفته، مطمئنن میان از طریق حالا یا به صورت مدنی یا راهپیمایی یا شیوه های دیگه سعی میکنن اون مخالفت خودشون رو ابراز کنن. متاسفانه توی جمهوری اسلامی حضرات یا آقایونی دارن تصمیم گیری میکنن که هیچ بوی از منطق نبردن و سعی در ایجاد و سعی در خرید وقت دارن با اون ایدئولوژی که توی ذهن خودشون پروروندن و میخوان حالا فقط وقت رو بخرم. به نظر من اینجوریه. تا الان 44 سال گذروندن، امید دارن که 50 سالگی رو رد کنن و بیش از این بتونن ادامه بدن، ولی روندی که شاهد هستیم شاید یه ذره طول بکشه، ولی مطمئنن یک سرانجام خوبی میتونه داشته باشه برای کشور عزیزم. ممنون از شما. ممنون از شما جناب آقای منفرد که در بحث مشارکت داشتیم. خب اگر عزیزان تمایل دارن که اظهار نظر داشته باشن در این مورد، در خدمتون باشیم. در غیر این صورت به بخش بعدی جلسه برسیم. سرکار خانم نیلوفر جلیلی با موضوع تاثیر اینترنت بر زندگی جوانان ایران. خانم جلیلی عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خیلی ممنون، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه همکاران عزیز.
از آنجا که نوجوانان و جوانان بخش مهمی از سرمایه انسانی جامعه را تشکیل می‌دهند، تغییرات اجتماعی فرهنگی این نسل از این ظرفیت برخوردار است که منشأ دگرگونی‌های در دیگر سطوح جامعه باشد. از این رو شناخت این که آنان چطور از قابلیت‌های اینترنت و موبایل استفاده می‌کنند و از آن تأثیر می‌پذیرند به یک دغدغه مهم تبدیل می‌شود. اینترنت به عنوان یکی از کارآمدترین رسانه‌های جهانی برای برقراری ارتباط و تعامل بین‌المللی نقش تعیین کننده‌ای در انتقال فرهنگ و اطلاعات دارد. در ارتباط با استفاده از این فناوری، کشورهای جهان به دو دسته تولید کننده و مصرف کننده تقسیم می‌شوند. امروزه جوانان و نوجوانان بیشترین سهم را در استفاده از این رسانه دارند. و فناوری جدید نیز متقابلا بر نوجوانان تاثیرات مثبت و منفی می‌گذارد که بررسی این تاثیرات قابل تأمل است. دوره نوجوانی همزمان است با دوره بلوغ، یکی از بحرانی ترین دوره‌های زندگی. در دوره بلوغ تغییرات گوناگونی در ابعاد شخصیتی نوجوان رخ می‌دهد که هر کدام به نوعی می‌تواند بر او اثر بگذارد و حتی گاهی شخصیت او را دگرگون سازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اینترنت بر نوجوانان تأثیرات زیادی دارد و همچنین پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی بسیاری دارد. از اوایل دهه 90 میلادی، پژوهش‌ها و بررسی‌های بسیاری در زمینه روانشناسی اینترنت و تأثیر آن بر سلامت و رفتار انسان انجام پذیرفته است. امروزه موضوع اینترنت مسئله مهمی برای بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی است. آگاهی از پیامدهای آن و در کنار آن در نظر گرفتن راهبردهای مناسب برای استفاده درست و یا پیشگیری یا کاهش پیامدهای احتمالی منفی آن اهمیت اساسی دارد. در جامعه امروز ما گرایش به اینترنت و استفاده از آن چنان رایج شده است که بیشتر خانواده‌ها رایانه شخصی دارند و اعضای خانواده بخش زیادی از وقت خود را در حال استفاده از اینترنت هستند. اینترنت در میان همه گروه‌های اجتماعی، اما زن، مرد، پیر، جوان، بی‌سواد و باسواد از جذابیت خاصی برخوردار است. گسترش اینترنت مانند هر نوآوری دیگری به ایجاد دگرگونی‌هایی در جنبه‌های مختلف زندگی انجامیده است و استفاده از آن امری اجتناب ناپذیر شده، به گونه ای که بدون آن زندگی برای کسانی که بدان خو گرفتند دشوار می‌شود. ویژگی‌های منحصر به فرد اینترنت از جمله محتوای تحریک‌آمیز، سهولت دسترسی، آسودگی و سادگی کار با رایانه، هزینه پایین، تحریک برانگیزی بصری، همگی موجب استقبال عظیم مردم سراسر جهان شده است. امکانات وسیع این دنیای مجازی به حدی است که تمامی افراد خانواده به خصوص نوجوانان و جوانان را در هر سن و با هر تفکر و سلیقه مجذوب و معطوف خود می‌کند. شاید همین ویژگی‌های منحصر به فرد است که امکان استفاده نابجا و سوء استفاده از آن را برای کاربران خود فراهم می‌سازد. حجم آسیب‌های پنهانی که از سوی پدیده‌های نوظهور بر جوامع وارد می‌شود کم نیست و لزوم پرداختن به این مسئله احساس می‌شود. به طور قطع استفاده زیاد از اینترنت معضلات و بحران‌های روحی و جسمی خاصی را به همراه خواهد داشت که اگر به موقع تشخیص و به آن پرداخته نشود می‌تواند سلامتی روانی کل جامعه را با چالش‌های جدیدی روبرو کند. از طرف دیگر اهمیت این پژوهش جنبه گسترش و توسعه فوق‌العاده سریع اینترنت است و اینکه اینترنت یک رسانه بی همتاست که دارای قابلیت‌های متن، دیداری و شنیداری است و جوانان و نوجوانان از مشتریان پروپاقرص آن به حساب می‌آیند. این بی همتایی و تاثیرگذاری اهمیت این مطالعات را دوچندان می‌کند. نوجوانی دوره‌ای از زندگی است که نخستین تجارب زندگی در حساس‌ترین دوران رشد انسان رخ می‌دهد. آینده نگری، انقلابیگری و شورش، عشق، رابطه جنسی، تحصیل و شغل آینده و تثبیت هویت همه در این دوران شکل می گیرند. شاید از همین روست که توجه به روانشناسی نوجوانی در دهه های گذشته از اهمیت بیشتری به ویژه در کشورهایی که جمعیت جوان آنها رو به افزایش است گسترش یافته. در ایران بر اساس آمار رسمی نوجوانان حدود 30% از کل جمعیت جوان کشور را تشکیل می‌دهند.
این در حالی است که به نسبت این جمعیت نه تنها متخصصان روانشناسی بالینی و مشاوره کافی وجود ندارد، بلکه هنوز جایگاه و نقش آنان در فرایند بهداشت روانی نوجوانان به خوبی روشن نشده است. پیش از انتشار عقاید و نظرات اریکسون، این گونه جوانان بزهکار تلقی می شدند، چون در این سن نوجوانی، نوجوان در پی استقلال و هویت یابی است. لذا رفتارهایی در همین راستا از او سر می زند که به ظاهر برای افرادی که از ویژگی های این دوران غافل هستند نابهنجار می نماید. و این رفتارها را به منزله رفتارهای ضد اجتماعی و بر علیه اطرافیان می دانند. نوجوانان همه با بحران هویت روبرو شدند، با این تفاوت که بعضی آنها را ساده تر حل می کنند. نوجوانان و جوانان شیفته ابراز لیاقت و اظهار وجود و شایستگی هستند. اثبات شخصیت و احراز هویت برای آنان یکی از مطبوع‌ترین لذایز روحانی است که برای نیل به آن از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. مثلا جوانی که برای اولین بار استخدام می شود و شغل و مسئولیتی به عهده می گیرد به خود می بالد و احساس می‌کند که جامعه او را به عضویت پذیرفته است. او این پولی را که از این راه به دست می‌آورد، هر چند کم باشد، با چندین برابر پولی که رایگان از والدین گرفته است قابل مقایسه نمی‌داند، چون این پول را سند شخصیت خود می‌داند. در دوران نوجوانی ارزش‌ها و استانداردهای اخلاقی برای انسان مطرح می‌شود. توانایی‌های فزاینده نوجوانان آنان را متوجه مسائل و ارزش‌های اخلاقی می‌کند و راه‌های پیچیده‌تری را برای کنار آمدن با آن می‌یابد. در عین حال آنچه جامعه از نوجوان می‌خواهد به سرعت در حال تغییر است و همین مسئله مستلزم ارزیابی مجدد و مداوم ارزش‌ها و اعتقادات اخلاقی است. فراگیر شدن رسانه در آغاز قرن 21 باعث افزایش نقش اینترنت در شکل دهی به فرهنگ، هویت و باورها و ارزش‌های اجتماعی شده است. اینترنت پدیده شگفت‌انگیز قرن، انقلاب مهمی را در ارتباطات پدید آورده است. ویژگی عمده‌ای که در اینترنت وجود دارد و در سایر رسانه‌ها دیده نمی‌شود، تعامل است. در گذشته هویت افراد و روابطشان با دیگران وابسته به فضای مادی بود که در آن زندگی می‌کردند و مکان عنصر تعیین کننده بود. اما در حال حاضر به واسطه ظهور این تکنولوژی، محدودیت‌های زمان و مکان از بین رفته و فرد رفته رفته دیگر به مکان محلی و بومی خود وابسته نیست. امروز مشاهده می‌کنیم مؤلفه‌های فرهنگی که توسط رسانه‌ها به ذهن مخاطبان نفوذ می‌کند، نه تنها موقعیت خانواده را ضعیف می‌کند، بلکه جای گروه‌های همسن و سال که پیشتر در هویت یابی افراد تأثیر می‌گذاشت را نیز گرفتند. استفاده نادرست از این تکنولوژی دو وجه متمایز دارد. یکی اینکه کاربران در هدفمندی و میزان استفاده از آن تابع ضابطه و قاعده‌ای نباشند، که در این صورت جوان و نوجوان عادت می‌کند اوقات فراغت خود را به بیهودگی و بدون برنامه‌ریزی بگذراند و این تصور در ذهن آن شکل گیرد که نهایت زندگی چیزی جز بازی و سرگرمی و کامجویی نیست. وجه دوم، نوع بهره برداری از آن و مراجعه به سایت هایی است که موارد نابهنجار و غیر اخلاقی را ترویج میکنند، که از این طریق هم هویت ملی فرد را مورد هجوم قرار میدهند و هم به تخریب شخصیتی اجتماعی و حوزه روانی او میپردازند. اما نخستین و شاید خطرناکترین اثر منفی اینترنت که موجب استفاده های نادرست جوانان از اینترنت میشود، اعتیاد اینترنتی است. یکی از کارشناسان میگوید فردی که بیش از 19 ساعت در هفته از اینترنت استفاده میکند معتاد به اینترنت است. کارشناس دیگر اظهار میکند معتاد کسی است که حداقل 38 ساعت در هفته یا 8 ساعت در روز وقت خود را صرف استفاده از اینترنت میکند. اما به نظر متخصصان آسیب شناسی، اگر فرد در هفته 2 تا 3 ساعت از اینترنت استفاده کند، کاربر معمولی است و فردی که میزان استفاده وی از اینترنت به 8.5 ساعت یا بیشتر برسد، باید مورد بررسی های آسیب شناسانه قرار بگیرد. اعتیاد اینترنتی انسانها را به افرادی رها شده تبدیل می کند و بر روابط اجتماعی آنها تأثیر می گذارد. بهره‌وری و بازده کاری کاربران اینترنت در نتیجه استفاده بیش از حد از آن پایین می آید. آنان با تأخیر به محل کار می روند و دچار کمکاری می شود.
علاوه بر این عدم تحرک جسمی و چاقی به همراه علائمی چون درد کمر، پشت و ماهیچه از دیگر پیامدهای این مسئله است. این کاربران حتی در صورت کنارگیری از اینترنت دچار علائم اختلال می شوند. پس بهتر است با توجه به اینکه اکثر کاربران اینترنت نوجوانان و جوانان هستند، برای جلوگیری از اعتیاد اینترنتی بهتر است والدین بر رفتار اینترنتی فرزندانشان کنترل و نظارت منطقی داشته باشند، نه به گونه‌ای که به طور کلی مانع آنها شوند و نه به شکلی که آنها را کاملا رها و آزاد بگذارند که در هر دو صورت فرزندان مورد تهدید خواهند بود. والدین آگاهی های خودشان را در خصوص اینترنت و فواید و زیان های آن افزایش دهند تا بتوانند فرزندشان را به درستی راه نمایی کنند. کودکان و نوجوانان به لحاظ صداقت احتمال دارد اطلاعات شخصی و خانوادگی خود را در محیط ناامن اینترنت در اختیار دیگران قرار دهند. بنابراین والدین باید فرزندان خود را زیر نظر داشته باشند و آنان را تشویق کنند که از ارائه اطلاعات شخصی در محیط اینترنت خودداری کنند. والدین به فرزندان بفهمانند که اطلاعات موجود در اینترنت ممکن است تقلبی هم باشند و همچنین با هشدارهایی به موقع مراقب فرزندان باشند و به آنان اجازه ندهند به تنهایی با اشخاصی که در فضای مجازی آشنا شده‌اند ملاقات کنند. به هر حال اینترنت بخش بسیار گسترده‌ای از زندگی امروز نوجوانان و جوانان ما را در یک حاله از ابهام قرار داده است که هم هویت آنها و هم فرهنگ آنها را تحت شعاع قرار می‌دهد. پس چه بهتر که بتوانیم با یک روانشناسی درست و آگاهی کافی آنها را از آسیب‌ها و خطرها دور نگه داریم. خیلی ممنون. سپاس از شما خانم جلیلی عزیز و سخنرانی و موضوع خوبی که انتخاب کرده بودین و موضوع بسیار مهمی که صحبت کردیم و همچنین در نتیجه اینکه چه راهکاری وجود داره برای اینکه خانواده‌ها بتونن به حال این مسئله که بسیار فراگیر هستش در بین جوانان و نوجوانان و حالا حتی بزرگسالان یک جوری کنترل شده باشه که اینقدر به صورت افراطی نباشه و درگیر نکنه بچه‌ها با مسائلی که به حال حالا حتی در اندازه سن اونها هم نیست و بیشتر از اون هستش. خب دوستان عزیز اگر که در مورد سخنرانی خانم جلیلی اظهار نظر دارن یا میخوان مشارکت کنن خوشحال میشم که با علامت دست منو راهنمایی کنن. بسیار عالی. خب بخش بعدی برنامه سخنرانی خانم ستاره دژم هستش با موضوع روز جهانی جوانان و جوان ایرانی. خانم دژم عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. وقت بخیر. من فکر کنم سخنران سوم هستم ولی دوم شدم. نه خانم دژم، همون سخنران سوم هستیم. خیلی یعنی چهارم هستید در واقع. در واقع سخنران آخر. امیدوارم خسته نشده باشید. موضوع سخنرانی من در مورد روز جهانی جوان هست. دوران جوانی ارزنده ترین دوران زندگی است. این هنگام دوران درخشندگی و بالندگی است. جوانان سرمایه های عظیم هر کشورند و رشد و تعالی هر جامعه به نیروی جوان آن بستگی دارد. از این رو این قشر ارزشمند جامعه همواره مورد توجه بزرگان و اندیشمندان جهان بوده. جوانان نیازها و مشکلات متعددی دارند که تشخیص درست این آسیب‌ها و نیازها و پاسخ صحیح به آنها توسط عوامل تاثیرگذار در امر تربیت جوانان نقش بسیار مؤثری در راه رشد و تعالی آنان خواهد داشت. روز جهانی جوانان از سال 1965 در یکی از جلسه‌های مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد و در این زمان نمایندگی کشورهای مختلف در سازمان ملل به اهمیت نقش نیروها و باورهای نوجوانان در زمینه توسعه جامعه انسانی پی بردند و به همین سبب یک بیانیه به نام بیانیه ترویج مفاهیم صلح، احترام متقابل و پذیرش دیدگاه‌های دیگر انسان‌ها برای نوجوانان
منتشر کردن. پیش از این بیش از به 20 سال پیش از این بیانیه، سازمان ملل سال 1985 را سال جهانی نوجوانان، توسعه، مشارکت و صلح نامید. این نامگذاری توجه جهانیان را بیش از پیش به اهمیت نقش نوجوانان در ترویج این مفاهیم و بکارگیری آنها در جامعه آینده متوجه کرد. در سال 1995 و 10 سال پس از سال جهانی جوانان، سازمان ملل تعهداتش را در ارتباط با جوانها گسترش داد و به مشکلات این بخش از جامعه در هزاره پیش رو پرداخت. پس از سال جهانی جوانان، سازمان ملل نتیجه و راهکاری این بود که برنامه‌ای به نام برنامه جهانی اقدام برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن منتشر شد و در دسترس همگان قرار گرفت. برنامه جهانی سازمان ملل برای آگاه کردن جامعه انسانی از شرایط اقدام برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن در دیوان سیاست‌گذاری اجتماعی و توسعه زیست و حقوق و آرزوهای جوانان تنظیم شده و همزمان می‌کوشد جوانان را به عنوان بخشی فعال در تصمیم‌گیری کشورها برای دستیابی به صلح و توسعه جهانی وارد کند. نامگذاری روز جهانی برای نوجوانان هم بخشی به همین برنامه است که مجمع عمومی سازمان ملل در جلسه خود در دسامبر سال 1999 پیشنهاد گرد همایی جهانی برای وزیران مسئول امور نوجوانان را برای نامگذاری روز به نام جوانان پذیرفت و در نهایت 12 آگوست، روزی که این وزیران در لیسبون پرتغال گرد هم اومدن و برای این روز را گرامی داشتند و روز جهانی جوانان نامیدند. پس از نامگذاری این روز، سازمان ملل کشورها را به انجام فعالیت‌های آگاهی بخش درباره اهمیت دادن به نوجوانان برگزید. پس از نامگذاری این روز، سازمان حقوق آنها را ببخشید. درباره اهمیت دادن به نوجوانان و حقوق آنها با توجه به برنامه جهانی اقدام برای جوانان تا سال 2000 رو به کشورها با شعار ساختن یک دنیای بهتر به همراه جوانان ایجاد کرد. به این بهانه سازمان ملل از تمام کشورهای دنیا می‌خواهد تا عملا در راستای توسعه امکانات و منابع به کمک جوانان و برای جوانان تلاش نمایند. سازمان ملل میگوید جوانان امروز با شرایط سخت استخدام، امنیت پایین شغلی و کنار گذاشتن از تصمیم گیری های مهم، حتی شراکت در امور، دچار ضعف در باورها و ضعف در اعتماد به نفس می شود. بنابراین دولت ها و نهادهای خصوصی، دانشگاه ها و افراد خیرخواه می توانند با فراهم آوردن شرایط کار و دادن فرصت به جوانان، اعمال نفوذ در مؤسسات و غیره به این قشر مهم و مالک آینده کشور کمک کنند. نیمی از جمعیت جهان را افراد زیر 25 سال تشکیل می دهند. آنها با جهانی در بحران و مبتلا به دگرگونی های روزافزون روبرو هستند. جهانی با نابرابری ها و بی‌عدالتی هایی که یکی از اصلی ترین قربانیانش هم همین نوجوان است. از آنها در فقر و گرسنگی زندگی می کنند و نمی توانند توانایی های نهفتهشان را پرورش دهند و در نتیجه آنها بی بهره می مانند. شمار بسیار کمی از جوان ها می توانند مهارت های لازم را برای یافتن حرفه مناسب خود در جهان پر از رقابت کنونی به دست آورند. بوکوآ، دبیر یونسکو، در پیامی که به مناسبت روز جهانی نوجوان بود گفت نوجوانان را سرچشمه نوآوری، متفکران و اندیشه های گره‌گشای جامعه امروز توصیف می کند. او گفته که نوجوانان پیشگامان صلح هستند، اما آنها به آموزش با کیفیت، شغل های خوب و بهره بردن تمام عیار از فرهنگ نیاز دارند.
او در یک پیام خود به همه دولت‌ها، سازمان‌های مربوط به امور جوانان و جامعه بین‌الملل دعوت کرد تا نوجوانان را در تصمیم‌گیری درباره اینکه در اموری که به آنها مربوط است سهیم دارند. سازمان ملل متحد واژه نوجوان را برای افراد بین 15 تا 25 سال به کار می‌برد. بر اساس آماری که در سایت یونسکو قرار داده شده، هم‌اکنون 85% از نوجوانان جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. 60% از آنها در آسیا و بقیه در کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی و حوزه دریای کارائیب زندگی می‌کنند. بر اساس همین داده‌ها تا سال 2025 بیش از 98% از نوجوانان در کشورهای در جهان سومی زندگی خواهند کرد. یونسکو نتیجه گرفته که باید پرداختن به مسائل جوانان و تصمیم‌گیری برای آینده آنها را در دستور کار تمام کشورها قرار بگیرد. روز جهانی جوانان فرصت مغتنمی است برای کشورها و فرهنگ‌های مختلف تا با برگزاری برنامه‌های خاص برآمده و هماهنگ با رسوم و اعتقادات ملی در بهبود معنوی و مادی زندگی نوجوانان گام بردارند و حتی برخی از شاخص‌های فرهنگی برتر جامعه خود را به نوجوانان جهان معرفی کنند و آن را اشاعه دهند. همونطور که گفتیم 12 آگوست روز جهانی جوان است. این روز با اندیشه ساختن دنیای بهتر به همراه جوانان و با هدف آگاهی درباره نقش جوانان به عنوان نیروی محرک تغییر در جهان گرامی داشته می‌شود. سازمان ملل از تمامی کشورها خواسته در راستای توسعه فرصت‌ها و امکانات و منابع به جوانان تلاش کنند. فرصت‌های شغلی، تحصیلی، دسترسی به خدمات درمانی، آزادی بیان و عمل از جمله منابع است. فقدان این امکانات در بلند مدت منجر به یأس و سرخوردگی اجتماعی و به طبع آن افزایش آمار مهاجرت شد. طبق گزارش صندوق بین‌الملل پول ببخشید، ایران به لحاظ مهاجرت جوانان در میان کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته جهان مقام اول را به خود اختصاص داده. در سالهای اخیر هم با رسیدن به بنبست سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شاهد مهاجرت و خروج نیروی انسانی خلاق از کشور هستیم. به گفته کارشناسان، یک دست شدن نظام سیاسی پس از انتخابات اخیر و قطع امید جوانان از بهبود شرایط به موج جدید مهاجرت سرمایه های فعال و در نتیجه نابودی کامل پویایی جامعه خواهد انجام. ممنون که به سخنرانی من گوش دادید. اوت میخوام به خاطر صدام و گلوم که گرفته. ممنونم خانم دژام عزیز. مرسی با وجود کسالتی که داشتین، تشریف آوردین و سخنرانیتون ایراد کردین. واقعا سپاسگزارم از شما. خب دوستان، اگر که اظهار نظری در مورد این سخنرانی دارن در خدمتشون هست. بخش بعدی سرکار خانم مهناز ترابی در خدمتشون هستیم با موضوع اهمیت شادی در جوانان. سرکار خانم ترابی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. با درود خدمت دوستان گرامی و عصر همگی بخیر. در پیاده رو که قدم میزنیم، چهرهای غمگین، افسرده و عصبانی تکرار میشن. کمتر کسی میگذره که به روت لبخند بزنه. از هر کسی که سوال میکنی در توجیه اندوهش میگه که حالا چند تا دلیل میاره، تفاوت نداره از کدوم قشر و کدوم گروه باشه، به هر حال یا شاد نیستن یا شادیهاشون کوتاه و زود گذره. در طول سالها درگیری اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان با این امر منجر به آسیب‌های اجتماعی مهلکی همچون اعتیاد و خودکشی شده و جامعه رو به سمت خشونت پیش برده. همواره کارشناسان بر نقش شادی در سلامت روان جامعه تأکید کردند، در حالی که اجتماع امروز ما چنان از شادمانی فاصله گرفته که این حلقه مفقوده در خاطرات مردم بیشتر یافت میشه تا در حقیقت زندگی اونا. یکی از تعریف‌های شادی و به عبارت دیگه حداقل
شرط اصلی آن فقدان افسردگی و استرابه. افسردگی زمانیه که فرد به گذشته خودش نگاه میکنه و از حوادث گذشته ناراحت و افسرده است. استراب هم معمولا به خاطر نگرانی برای آینده است که مبادا یه سری اتفاقای ناخوشایند تو زندگیش رخ بده و بنابراین افسردگی و استراب سبب میشه که در زمان حال زندگی نکنیم و اون رو از دست بدیم. بخشی از افسردگی به خاطر گذشته برای از دست دادن فرصت هاست. چون جامعه ما تحولاتی رو طی کرده و به شرایطی رسیده که برخی نسبت به گذشته خودشون افسوس میخورن. مثلا افرادی هستن که از نظر علمی موفق هستن، اما الان که به میانسالی رسیدن وقتی میبینن که درس خوندن و تلاش کردن ولی از نظر اقتصادی هنوز مشکل دارن و همدوره‌ای‌های اونا که به دنبال کارهای دیگه رفتن موقعیت بهتری دارن، تصور میکنن که خب گذشتهشون رو از دست دادن و افسوس میخورن. اضطراب نسبت به آینده هم وجود داره، چون وقتی الان مشکل اقتصادی داریم از آینده میترسیم که آیا میتونیم مسائل اقتصادی خودمون و خانوادهمون رو حل کنیم، چه اتفاقی برامون میفته، برای خانوادهمون میفته، چه پیش رو داریم. بنابراین الان بسیاری چند شغله هستند و فرصتی برای شادی ندارند. جوانان هم نگران تحصیل، ازدواج، شغل هستند. در زمینه سیاسی هم به همین صورت. افسردگی سیاسی زمانیه که به خاطر تحولات سیاسی گذشته احساس ناکامی و شکست در عرصه عمومی میکنه، یا اینکه به کسی که رأی داده مثلا رئیس جمهور و انتظاراتی که داره، اون انتظاراتی که پیشنهاد شده رو نمیتونه تأمین کنه و دچار یأس و ناامیدی میشه. اضطراب سیاسی هم داریم چون نمیدونیم شرایط آینده چگونه خواهد شد، چطوری پیش میره. تهدیدهای جهانی و منطقه‌ای وجود داره. برای جوانان این مسائل بسیار بسیار نگران کننده است. پژوهشگران دو روند تربیتی رو مؤثر میدونن: گسترش ارتباطات الکترونیکی و رسانه‌های الکترونیکی و کاهش مدت خواب عواملیه که سبب اختلالات روحی میشن. به جز عوامل اقتصادی و تغییر در مصرف مواد، مدت زمان استفاده از موبایل و رسانه‌های الکترونیکی تأثیرات متفاوتی در افراد داره. اما بین سالهای 2008 تا 2017 که ارتباطات رو در رو بین نوجوانان کمتر و از طرفی ارتباطات اینترنتی بیشتر شده، همچنین خودکشی هایی در این ارتباط هم دیده شده. دومین علت افزایش اختلالات روانی و اضطراب بنابر تحقیقات کاهش مدت خواب اعلام شده که خطر اختلال روانی رو بیشتر در پی داره و محدودیت هایی که مدرسه و خانواده در پیش می گیرن، ممنوعیت در داشتن موبایل در مدرسه، اخراج از کلاس درس، کار بسیار دشواریه. توجه به احساسات، رفتار همدلی و فراهم کردن آسودگی در ارتباط بودن با معلمان و والدین دوستاشون شروع خوبیه که برای اینکه نوجوانان تعادل روحی و هورمونی رو به دست بیارن و این مرحله از زندگی رو به خوبی پشت سر بگذارن. شادی و امید طبیعت زندگی هستن. با وجود این غم و ناامیدی به سراغ موجود زنده میاد. دوران جوانی به مثابه گروه کوچکی از جامعه حق و حقوقی داره. زیستن در این دوره و ایجاد رابطه تنگاتنگ با افراد از جمله ارزش‌هایی هستن که انسان‌ها برای رسیدن به اون مبارزه می‌کنن و با رسیدن به اون شاد میشن و عدم دستیابی به اون موجب افسردگی و اضطراب میشه. با اون که 65% از جمعیت کشور ما رو جوانان زیر سن 30 سال تشکیل میدن، اما به دلیل فقدان شادی و نشاط اجتماعی که به علت کشمکش‌های سیاسی در کشور رخ داده، 25% از این افراد در افسردگی به سر میبرند. ناامیدی نسبت به آینده و مبهم بودن آینده حتی در نزد جوانان تحصیل کرده و بیکاری و همچنین وجود پدیده‌ای به نام کنکور، هرچند معیار درستی برای تشخیص سواد در بین جوانان نیست، اما موجب توقف بسیاری از جوانان مستعد کشور میشه و همچنین تشنجاتی که به واسطه مسائل اقتصادی در میان بسیاری از خانواده‌های کشور
وجود کلامی و رفتاری داره. همگی موجب عدم دستیابی جوانان به ایده ها و آمال و آرزوهای خودشون میشه و باعث تعمیق افسردگی در بین جوانان کشور میشه. برای شاد بودن بایستی معلقه امید به زندگی رو افزایش داد. برای اینکه امید به زندگی و شاد بودن باعث پایین اومدن آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، خودکشی و غیره میشه. پس برای افزایش امید به زندگی بایستی به دوران جوانی و نوجوانی بها و ارزش بدیم تا رشد کنه، نقش و جایگاه جوان در جامعه با ایفای مسئولیت مشخص میشه. یک جوان با یک هویت مشخص و نقش معین بایستی منزلت خودش رو پیدا کنه و اون رو شکوفا کنه. در قبال جایگاه جوان در جامعه، جامعه هم باید ادبیات منزلت یک جوان رو تعریف و مستندسازی کنه، هنجارهاش رو مشخص کنه و مسیرهای درست رو نشون بده تا جوان خودش رو بشناسه. جامعه میبایستی راه‌های شاد بودن و شاد زیستن رو در جامعه حکم فرما کنه و اهرم کنترل شاد زیستن رو به خوبی اعمال کنه و در دست بگیره. جوان متناسب با چگونگی ارتباط و طرز برخورد اعضای خود با یکدیگر در یک جامعه با سایر نهادها قرار داره و کنش میکنه. خانواده ها بستر اساسی و آشکارساز فرایندهای اجتماعی هستند. اساساً برای بررسی هر آسیب اجتماعی سه پارامتر فرد، خانواده و جامعه در نظر گرفته میشه. اما آنچه در این میان مطرح هست این است که این سه پارامتر متأثر از یکدیگر هستند. یعنی جو خانواده متأثر از فضای بیرونی و کلی جامعه است. در این میان یک سری از خانواده ها هم وجود دارن که بسته به عوامل مختلف همیشه به راحتی تسلیم شرایط بیرونی میشن و ابتکار و خلاقیتی از خودشون برای ایجاد شادی نشون نمیدن و فراهم ساختن بسترهای شادی آفرین رو اموری هزینه بر تلقی میکنن. در حالی که به لحاظ جامعه شناختی شادی‌های سهل الوصولی هم وجود دارن که خانواده‌ها میتونن به آنها بپردازن و با تنظیم ساعات فکری جوانان و خود از تحلیل استعدادهای اونها جلوگیری کنن. کمکاری نهادهایی که اوقات فراغت رو در برگزاری چند تا اردو، همایش و خبرنامه می‌بینن از عمده دلایل اصلی و تعیین کننده کاهش سطح شادی در جامعه است. هر سال با آغاز فصل تابستون مسئولان زیرفت به یاد پر کردن اوقات فراغت جوانان میافتند، در حالی که این امر باید دغدغه همیشگی اونها باشه تا خلأ آن موجب ایجاد بحران در بین جوانان و همچنین فراهم آوردن بسترهای مناسب برای افزایش آسیب‌های اجتماعی نشه. خود فرد، خانواده و جامعه کلیت در هم تنیده‌ای هستند که در این میان نقش فرد به عنوان عنصر تشکیل دهنده هر سه بخش جایگاه خاص و ویژه‌ای رو به خود اختصاص میده. امروزه ما شاهد رسوخ اموری به صحنه اجتماع هستیم که باید مورد توجه خانواده‌ها و مسئولان واقع بشه. امروزه قرص‌های روانگردان تحت عنوان قرص‌های شادی و نشاط‌آور در جامعه پخش میشه، در حالی که نه تنها این قرص ها شادی آفرین نیستند بلکه افسردگی آور و توهمزا هستند. این قرص ها کمکی به نابودی غم و افسردگی نمی کنند، فقط موجب تخلیه انرژی نهفته میشن و در دراز مدت هم موجب مرگ اندیشه میشن. چون برخی از این جوانان در توجیه رفتار خود به کمبود فضاها و فرصت های شادی کردن اشاره می کنند، در راستای این خانواده ها و نهادهای مرتبط با جوانان مانند آموزش و پرورش باید با برنامه ریزی های کارآمد زمینه تخلیه انرژی نهفته جوانان را فراهم کنند. کارگزاران حکومتی و فرهنگی در حوزه قانونگذاری و اجرا چه نقشی در این زمینه بر عهده دارند؟ زیرا جوانان از فقدان سیاست های راهبردی در بخش مسائل مربوط به خود سخن می گویند. از عدم وجود عزم و اراده جدی نزد متولیان امر گلایه دارند. در این موضوع در کشور ما شادی گران و جرم ارزان است. یعنی جوانان ما میتونن با پرداخت هزینه اندک مواد مخدر و یا به موارد دیگری برای ایجاد چند لحظه شادی در خود دست یابند.
در حالی که هزینه استفاده صحیح و ایجاد شادی های معقول نظیر استفاده از امکانات ورزشی و تفریحی برای سطوح کم درآمد جامعه سنگینه. بنابراین دولت به عنوان متولی اصلی جامعه موظف به ایجاد امکانات تخلیه انرژی جوانانه. دولت باید این نکته توجه داشته باشه که قشر بسیار بالایی از جامعه فقیر هستند و تنها عده خاصی امکان استفاده از تفریحات هزینه بر رو دارا هستند. به عنوان نمونه در شهرستانی که فقط یک خیابون اصلی داره و از امکانات تفریحی بی بهره است، جوانان چاره جز روی آوردن به طرق غیر صحیح برای ایجاد شادی در خود ندارند. بنابراین انحراف به این ترتیب خود به خود به جوانان ما تحمیل میشه. دولت باید به همان دلیلی که کودکان رو در مقابل بیماری ها واکسینه میکنه، در مقابل فساد و انحراف هم واکسینه کنه. در این راستا با تقویت باورهای دینی در جوانها و همچنین با الگوسازی عملی به دور از تئوری‌های فاقد محتوای اجرایی و تقویت پایه‌های ورزشی و تفریحات سالم میخواد اونا رو از سقوط نجات بده، ولی متاسفانه موفق نمیشه. آنچه در این میان مطرح هست این است که به باور بسیاری از کارشناسان تمام این مباحث اساساً بحث‌های جدیدی نیستند و بارها به این گونه مباحث پرداخته شدند. در این خصوص دولت در خیلی از کارها از صاحب نظران و آن رشته ها دعوت به همکاری نمی کنه و کارها به کسانی واگذار میشه که هیچ تخصص علمی و تجربی در این امور ندارن. شاید مخالفت های گسترده نظام جمهوری اسلامی با مراسم شادی و نشاط جوانان از جمله دور همی و رقص و آواز، ورزش های شاد و مخالفت رژیم با مناسبت های شاد مثل عید نوروز و چهارشنبه سوری و بسیاری جشن‌های خاص ایرانیان نبود و در عوض اونها جایگزین می‌کنن مراسمی مثل سوگواری‌های مذهبی چون عاشورا، تاسوعا، محرم، رمضان، شهادت فلان، شهادت بهمان و به خصوص کودکان و جوانان رو به سوی افسردگی و حتی خودکشی می‌کشن و حتی حس خشونت رو به انسان‌های دیگه القا می‌کنن. صحبت از دوست و دشمن، صحبت از قتل و قصاص، فقر و تنگ دستی و اعتیاد و بیکاری و طلاق و بیسامانی جامعه امروز ایران رو به سمت نابودی داره میکشونه. برای رسیدن به شادی باید تغییر بنیادین در تفکر و اندیشه و رفتار افراد جامعه صورت بپذیره به امید آن روز. تشکر از همکاری شما. سپاس سرکار ترابی عزیز، ممنون از سخنرانی خوبتون و خسته نباشید. میگم خدمتون دوستان عزیز، اگر که تمایل دارن که اظهار نظر کنن در مورد سخنرانی خانم ترابی در خدمت شما هستیم. خب به بخش آخر جلسه امروز و بحث آزاد میرسیم که موضوع اون عدم دخالت در احوال شخصی هستش. من میخوام در واقع این موضوع رو نه که ربطش بدم که 100% به هم مرتبط هستن، به حریم خصوصی انسان ها ارتباطش بدم از لحاظ یک حق شهروندی. و اینکه اول یه تعریف خیلی کوتاهی از حریم خصوصی برای شما میگم و حالا در مورد اون مواردی که درش هست با هم گفتگو میکنیم. در واقع حریم خصوصی یک مفهوم نسبی و متغیره که امروز مواردی از جمله آزادی عقیده، وجدان، اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی و یا کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارت‌های سمی و سری دیگران و حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش‌ها و تجسس‌ها رو شامل میشه. حق حریم خصوصی حق زندگی کردن است با میل و سلیقه خود و با حداقل مداخله ورود دیگران. به دیگر سخن حقی است که بر اساس آن افراد می توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می توانند به لحاظ کمیت و کیفیت اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند.
در حریم خصوصی انتظار اینه که اطلاعات شخصی و محرمانه‌ای که از آن در محل خصوصی پرده برداشته میشه برای شخص سومی آشکار و برملا نشه، چون که این افشاگری سبب ناراحتی یا اضطراب و تنش احساسی برای کسی میشه که نسبت به این مسئله حساسه. اما از بابت حقوق شهروندی اگه از این جایگاه بخوایم بهش نگاه کنیم، در واقع باید یک حمایتی از جانب دولت و قانونگذار وجود داشته باشه در حفظ حقوق معنوی و مالی و حق حمایت، آزادی توأم با مسئولیت، امنیت تعرض ناپذیری مکالمات و مکاتبات، آزادی اندیشه و بیان و مسئولیت جان، مال، حیثیت، اعتبار و شخصیت افراد از تعرض ناروا، و این در واقع به منظور پاسداشت از حرمت و کرامت انسانی و احترام به آزادی های مشروع افراد جامعه است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل‌های 21، 22، 23، 25، 28، 38 و 39 مفصلا در مورد این مسائل صحبت شده که من در واقع یکی از اصل‌هاشو میگم خدمتون. به طور مثال اصل 39 در مورد حد حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشه ممنوع و موجب مجازات این قضیه. این اصل بیشتر ناظر به مواردی که هنوز حکم قطعی قابل اجرا در مورد متهمی صادر نشده، یکی از موارد قابل طرح در تشهیر متهمان در سطح شهر. موضوعی هستش که این در واقع به صورت قانون اساسی ما نوشته شده، اما در عمل ما میبینیم که این اتفاق نمیفته و در واقع برعکس اون در جامعه ما پیش میاد. ما بسیاری از کسانی هستن که مجرم نیستن یا اتهامی ندارن، اما میبینیم که به چه صورت در واقع حیثیت اونها زیر سوال میره یا اون حد که حرمت در موردشون صورت میگیره و یا همون به کرامت انسانی اونها احترام گذاشته نمیشه. یک مورد دیگه هم از این مسائل میتونیم به قضیه حق آزادی بیان اندیشه اشاره بکنیم که طبق اخباری که همه دوستان میدونیم، اگر بخوایم ما همون حریم خصوصی رو در نظر بگیریم، بیش از فکر میکنم 60 تا از دانشجویان، یعنی کسایی که کنکور داده بودن برای دانشگاه از بهایان کشور ما بودن، از حق تحصیل محروم شدن. خب در واقع اون حق آزادی عقیده‌ای که افراد دارن، اون اندیشه‌ای که دارن، در اون حریم خصوصی افراد باید باقی بمونه. اما ما دقیقاً با عکس این برخورد می‌کنیم، یعنی همون قانونی که گفتیم در قانون اساسی نوشته شده، اما در عمل برعکس اجرا میشه. حالا ما کاری به مسائل دیگه نداریم، اما ما این رو از نظر اون حریم خصوصی افراد یا همون عدم دخالت در احوال شخصی انسان ها میخواییم در واقع بررسیش کنیم. خب تا اینجا اگر که از دوستان تمایل دارن توی این بحث در مورد موضوعاتی که حالا گفته شد، از هر حالتی، از همون اندیشه و بیان و حمایت های قانونی یا امنیت جانی و یا حیثیت و کرامت انسانی صحبت داشته باشن، خوشحال میشم که با علامت دست منو راهنمایی کنم. بله آقای منیری در خدمت شما هستم، بفرمایید. ممنون. سلام مجدد دارم خدمت همه همکاران و دوستان گرامی. این بحث حریم شخصی و خصوصی به نظر من همونطوری که خودتون فرمودید یه بحث تا یه حدود خیلی زیادی سلیقه‌ایه، یعنی شما هر کشوری، حتی کشورهای دموکراتیک هم سیاست‌های متفاوتی نسبت به این موضوع اتخاذ کردن. من به عنوان مثال میخوام خدمتتون عرض بکنم یک تجربه. یکی از دوستان من برای سفارت آلمان اقدام کرده بود، بعد برای اینکه
کامل همه مطالب رو بفهمه، این شخص اومد صحبت‌های اون کارمند رو پشت تلفن ضبط کرده بود، تو از توی ایران، توی ایران می‌خواست سفارت آلمان ادعا بکنه. بعد این شخص اون سخنانو که ضبط کرده بود یک جایی بعداً کارمند گفت که خب شما بعداً بهشون ریجکتی داده بودن، بعد گفت چرا؟ گفت که شما این کار انجام نداده بودید. اون شخص متقاضی در من گفت شما اصلا همچین کاری از من نخواسته بودی. گفت شما چطور اینقدر مطمئنی؟ گفت من صدای شما رو ضبط کردم. و جالب اینجاست که این ضبط کردن صدا باعث شد اون شخص دیگه اصلا بهش ویزا ندن. اون شخصی که در سفارت آلمان کار میکرد از ایشون شکایت کرد، از شخص متقاضی شکایت کرد و به اون شخص دیگه ویزا ندادن و گفتن شما اون حریم خصوصی رو زیر پا گذاشتید. خب من همیشه میپرسیدم، میگفتم خب این شخص داره کارمنده، کارمند شما میتونی، یعنی چطور آدم میتونه یک کارمند رو کار اشتباهش رو چطور میگم اثبات کنه؟ خب باید یه سری مدارک جمع بکنه. از این طرف جمع کردن این مدارک خودش یک نوع جرم محسوب میشه، مثلا توی قوانین آلمان. حالا من میخوام عرض بکنم یک توی ایران که اصلا کلن حریم خصوصی تعریف نداره، کلن جمهوری اسلامی توی همه چی میتونه دخالت بکنه، اما توی یک سری کشورها دیگه حریم خصوصی شاید حتی فراتر از اون چیزی که شاید باید تعریف بشه تعریف شده و بیش از اندازه. این بحث رو عرض کردم، حالا باز این موضوع مال توی آلمانه، توی کشورهای دیگه باز این موضوع مقدار سبکتر باهاش برخورد میشه. این دخالت در احوال شخصی باز دوباره سیاست‌های متفاوتی در مقابلش اتخاذ میشه. مثلا ما روزنامه‌های زرد تقریبا کارشون اینه که توی احوالات شخصی سلبریتی‌ها کلا سرک بکشن و اونها رو در واقع برای مردم بیان بکنن، اما خب میبینیم اونچنان برخوردی هم باهاشون نمیشه. اما باز خب احوال شخصیه، عرض کردم این مسئله، این رو من احساس میکنم واقعا بسته به فرهنگ هر جامعه شاید باید تعریف بشه. و حالا این که چطور برای کشور ایران بخوایم این مسئله رو تعریف بکنیم برای مردم ایران، من باز عرض کردم جمهوری اسلامی ایران کلا معلوم الحاله، اون که اصلا کلا براش احوالات شخصی و حریم خصوصی اصلا تعریف شده نیست. اما باید ببینیم که برای یک چیزی فراتر از جمهوری اسلامی بعد از گذار، یا برای یک دولت آلترناتیو، یک حکومت آلترناتیو جمهوری اسلامی ایران باید چه تمهیداتی اندیشید. مرسی بابت زمانی که بنده دادید. ممنونم جناب آقای منیری. بله دقیقا یکی از نکاتی که شما فرمودین همون استراق سم هستش، یا افشا کردن اطلاعات شخصی دیگران، که این هم یکی از مشکلات هست در واقع و قابل بحث در این زمینه. اما من موضوع دیگه میخواستم راجع به ماده 580 قانون مجازات اسلامی بگم، راجع به این که ماموران قضایی، حالا یا غیر قضایی، در واقع زمانی که میخوان ورود کنن در واقع به منزل کسی که جرمی حالا مرتکب شده یا نشده یا در نظر گرفته شده، این قضیه در این فرد، در مورد این فرد که ممکنه مثلا جرمی مرتکب شده باشه، در قانون حق ورود بدون دستور مقام قضایی نوشته شده که این حق رو ندارن که بدون اون حکم وارد منزل بشن. اما ما در خبرهامون به وفور داریم این قضیه رو در مورد تمام کسانی که بدون اینکه حتی مجرم یا متهم شناخته شده باشند یا دستور قضایی براشون باشه، یه تعداد خیلی زیادی هم اتفاقا از این ماموران حالا امنیتی یا حالا هر اسمی که بخوایم روش بذاریم وارد منزل این افراد میشن و
تخریب میکنن خونه هاشون رو، بازداشتشون میکنن و وسایل شخصیشون از جمله کامپیوتر، حالا هارد یا هر چیزی که موبایلشون باشه، وسایل خصوصیشون رو حتی ضبط میکنن و دیده شده که در بسیاری از موارد هم همین ماموران که همونطور بدون اجازه وارد منازل شدن از عکس‌های خصوصی یا عکس‌های خانوادگی یا حالا به هر چیزهای خصوصی که اون افراد ممکن تو کامپیوتر یا لپتاپ یا گوشیشون داشته باشن، بنابر اون سلیقه شخصی خودشون در واقع در بعدها در اجرای در تفهیم اتهامشون یا پرونده سازشون به شکل‌های بسیار نامناسبی ازش استفاده میکنن. البته اسم نامناسب رو نمیشونم روش بذارم، میشه ازش بگیم سوء استفاده میکنن در واقع توی این مسئله. بله آقای منیری بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. من اتفاقا میخواستم الان شما به یه نکته اشاره کردید، اون هم این بود که گفتید بدون حکم قضایی. من میخواستم بگم که واقعا یه مقدار، حالا قصد جسارت ندارم، اما ساده انگارانه است که ما بخوایم به این مسئله اینجوری نگاه کنیم که اینا باید حتما حکم قضایی داشته باشن. من خودم حالا به هر حال توی دوره سربازی توی دادسرا خدمت کردم و میدونم قضات چه جور آدمایی هستن. حالا البته شاید جای مناسبی هم نبودن، اما خیلی وقتا میدونم اصلا به قول معروف اینها همشون دستشون توی یک کاسه است. حالا این حکم قضایی، فکر نکنید مثلا گرفتن و حکم قضایی از قاضی یا قاضی کشی خیلی کار سختیه برای اون تفتیشگرا. نه، حالا حتی اون را هم درسته نمیگیرن، اما فکر نکنید که الان مشکل اینجاست که اینها نمیرن این حکم قضایی رو بگیرن. نه، خیلی راحت میتونن به یک، حالا به هر دلیلی به اون قاضی بگن که آره یه حکم تفتیش به ما بده و خیلی راحت هم اون رو در بیارن. این مسئله اینجاست که باید ببینیم چه قانونی پشتشه. فقط بحث حکم قضایی نیست، بحث این که این حکم قضایی بر اساس چه شرایطی باید صادر بشه. این در حال حاضر این شرایط یه شرایط کاملا مبهمیه، یه شرایط کاملا مبهم و کاملا گستردهیه که هر کسی، هر قاضی میتونه برای هر کسی، برای هر ارگانی این حکم تفتیش، این حکم مداخله در احوالات شخصی رو صادر بکنه. میخواستم بگم که این کلن یه مقدار باید بریم عقبتر و کلن این مشکلات از توی قوانین نشأت میگیره. مرسی بابت وقتی رو بنده بودید. ممنون از شما آقای مدیری که مشارکت کردین. البته من فقط برای آقای دوستان دقیقا ماده 580 قانون مجازات اسلامی رو خوندم که نوشته شده بدون حکم اجازه ورود ندارن. آقای احمدی خواه دست شما بالا بود، بفرمایید، خواهش میکنم. روز همگی بخیر. ببینید وقتی تو کشوری امر معروف نهی از منکر وجود داره و گشت ارشاد وجود داره، اصلا بحث عدم دخالت در احوال شخصی به نظر من موضوعیت نداره، چون که اصلا هرچی چیزی تو قوانین ایران دیده نشد. حالا شاید یه چیزایی بنویسن، ولی الان وقتی گشت ارشاد هست، یعنی شما چجور بپوش وقتی که مثلا شما میخوای بخوری و بگن چه مواد غذایی اجازه داری بخوری، میخوای بنوشی میگن چه چیزی اجازه داری بنوشی، میخوای ماشین سوار شی میگن چه نوع ماشینی و حق ورود داری، حق خرید داری، موتور همینطور. یعنی هر نکته‌ای که به نظرتون میرسه باید اینا اجازه بدن، حالا با قوانین مختلف که الان هم جدیدن اومدن فضای مجازی، یعنی ذهنیت یه دنیای مجازی رو میگن قانون من کن. چند وقتی یه شاید میان میگن آقا یه سنسوری بذاریم رو مغزتون مطالبی که ما میخواییم فکر نکنیم اون چیزی که اونم خب با اپلیکیشن های جدید میتونن با بررسی روش جستجوی شما بگن شما به چی فکر میکنیم. کلن اصلا بحثیه که در جمهوری اسلامی نمیشه این موضوع رو گفت. حالا بماند که آقایون تو قوانین بعضی ها علیکی نمیشن، ما آزادی بیان داریم، آزادی تفکر داریم، هر فردی حق داره انتخاب کنه. چه انتخاب؟ شما مثلا انتخابات میذارن، چهار نفر خودشون انتخاب کنن، چهار نفر خودشون یکی رو شما برد. در هر زمینه‌ای که ما میایم فکر میکنیم مثلا احوال شخصی معنی نداره. حالا میایم تو محله نظر میدن، تو خانواده نظر میدن، خود آدم ها خودشون رو سانسور میکنن.
اینقدر این بحث از قدیم در فرهنگ ما بوده، حالا که تشدید شده. خودسانسوری از معدود مللی اسم خودسانسوری خیلی زیاده. طرف اصلا اهل خیلی تفریحات هست، همه رو تکتیب میکنه، ولی در خلوتش میبینی همون عجام. طرف میگه من از موسیقی فلان خوشم میاد، ولی در خلوتش میبینی یه چیز دیگه داره گوش میده. طرف میگه من اهل کتاب هم، بعد بگو آخرین کتابی که خوندی واقعا چه زمانی بود؟ اصلا نمیدونی. به خاطر همین به نظرم بحث حداقل در ایران حالا خیلی خیلی کار داره، خیلی فاصله داریم که ما میگیم دخالت در احوال شخصی، حتی این دخالت در احوال عمومی هم نمی کنن، چه بسید شخصی، همه جا دخالت دارم، اصلا این موضوع منیت دارم، موضوعیت داده شده. متشکر من. سپاسگزارم جناب احمد خواه، ممنون که مشارکت کردید. جناب منفرد در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام مجدد خدمت دوستان. در خصوص عدم دخالت در احوال شخصی، من بخوام نگاه کنم از نظر بنده حقیق موارد بسیاری هست، جنبه های متفاوتی هست که بخواد به این قضیه نگاه کنیم، ولی اینکه دولت جمهوری اسلامی در نقش یک قیم وارد میشه و حالا دولت ها و سیاسیون همیشه دیدشون به صورت قیم واره، ولی دولت جمهوری اسلامی دیگه بیش از حد، همون که میگفتیم دوستی خالق خیرسه داره اتفاق میفته. از ابتدای انقلاب بحث کاست بود، بعد ویدیو بود، بعد ماهواره اومد و همه اینا رنگ باختن و عادی شدن برای مردم، و بعد دیگه بحث تلگرام اومد و الان هم که دیگه صیانت یا همون خیانت فضای مجازی دیگه مطرح هست. اینها مواردیه که دولت جمهوری اسلامی این رو در نظر نمیگیره که عدم دخالت در احوال شخصی رکن اصلش اینه که اجازه بدیم مردم خودشون آگاهانه فکر کنن و آگاهانه انتخاب کنن. وقتی شخصی آگاهانه فکر کرد، مطالعه کرد، انتخاب کرد، مطمئنن به عواقبش توجه کرده و میدونه اگر اشتباهی حاصل بشه حتما اون عواقب داره و جریمه هایی داره. ولی دولت جمهوری اسلامی میگه نه، من قیم شما هستم و آن چیزی رو که من به شما دیکته میکنم باید همون اتفاق بیفته. و این دیکته کردن همون جور که دوستمون آقای احمدی خواه گفتن باعث شده که اکثریت مردم جامعه ما خواسته یا ناخواسته دو چهره و نقابدار بشن و در یک جایگاه‌های نقاب بر صورت میزنن و در همون که واعظان بر چون چه حالا من یادم رفت یه لحظه واعظان که چهره بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، یک کاملا یک شخصیت متفاوتی رو از خودشون نشون بدن. متاسفانه دید و همون صحبت که توی موضوع قبلی خدمت دوستان گفتم، ایدئولوژی هست که حضرات دارن دنبال میکنن و این داره تیشه به ریشه آگاهی و جامعه مدنی ایران میزنه. ممنون از شما. ممنون جناب مفرد مشارکتتون. جناب آقای منیری در خدمتتون هستیم، بفرمایید. مرسی بابت وقت دوباره. من میخواستم خدمتتون عرض بکنم، من اول از همه یه کامنت بذارم روی صحبت آقای احمدی خواه. من اسم اینو خودسانسوری نمیذارم، اما دقیقا مثل آقای منفرد اسمشو تظاهر و دورویی میذارم. این موضوع رو که حالا اون چیزی که دلشون نمیخواد رو انجام نمیدن، و از طرفی میخواستم خدمتتون عرض بکنم یه موضوع دیگه هم میخواستم موضوع دیگه که میخواستم اصلش مطرح بکنم اون همین بود که بیایم ببینیم چرا این اصلا کلان احوالات شخصی توی جمهوری اسلامی اونقدر تعریف شده نیست. حالا شاید درست نباشه گفتن این حرف، اما شما خب حکومت جمهوری اسلام و دقیقا اسمش روشه، اسلام هم که بعد پایه قرآنه. اگر بیایم قرآن رو بررسی بکنیم میبینیم که توی کوچکترین مسائل یک حکمی درش هست. حالا من نمیگم
اما جمهوری اسلامی با این ایدئولوژی که داره به این نحوه که تک تک این احکام باید روی افراد پیاده سازی بشه. حالا شاید خیلی از کشورهای اسلامی بیان بگن که این احکامی که ریز به ریز و با این جزئیات توی قرآن اومده برای شخصه، یعنی اون شخص میتونه خودش تصمیم بگیره که اون احکام رو بپذیره انجام بده یا نه، اما جمهوری اسلامی همچی چیزی رو نمیپذیره، بر نمیتابه، میگه که نه، به هر حال قرآن این رو نوشته و همه مردم باید اگر قرار مسلمان باشن و کشور اسلامی باشه، حکومت اسلامی باشه، همه مردم باید از این احکام پیروی بکنن. و خب این در واقع همون ایدئولوژیک بودن حکومت جمهوری اسلامی رو میرسونه که دوست داره یک حکومت تمامیت خواهه، و تا حالا این تمامیت خواهیش یک موقعی صرفا تمامیت خواهی ایدئولوژیک بود، اما الان دیگه چه قدرت چه ثروت و همه رو یک جا میخواد، توتالیتر توی همه جنبه ها. مرسی بابت وقتی که به من دادید. ممنون آقای منیری. دوستان همه درست صحبت کردین در این مورد و نظراتتون بسیار کامل بود، و اینکه حالا آقای منفرد هم که گفتن در مورد اینکه جمهوری اسلامی تلاش بر این داره که بخواد آنچه که میخواد به عنوان حالا همون ولی یا هر چیزی که اسمشو بخوایم بذاریم به مردم القا کنه، شاید یکی از راه ها رو پیشنهاد شما عزیزان این باشه که سطح آگاهی مردم بره بالا. اما وقتی ما نگاه میکنیم به اینکه کاملا به خاطر عدم آزادی بیانی که در کشور ما وجود داره، جمهوری اسلامی سعی میکنه به هر حال از هر طریقی که شده راه های اون آگاهی رسانی یا دسترسی مردم به اطلاعاتی که برخلاف این موازین در واقع میشه جمهوری اسلامی یا برخلاف اون ایدئولوژی یا اون هدفی که جمهوری اسلامی داره هست رو به نحوی مسدود میکنه. مثلا همین طرح صیانت که گفتیم، به خاطر اینکه انقدر در فضای مجازی در مورد کارهایی که شده، اختلاسهایی که شده، راندخاریهایی که شده، کشتاری که شده، شکنجههایی که شده، دستگیریها و اتفاقات همینجور مهم انقدر اطلاع رسانی شد به مردم که زنگ خطر شد برای جمهوری اسلامی. در نتیجه هرچند که هنوز نتونسته به اون صورت که میخواد موفق بشه و مطمئنم این اتفاق نخواهد افتاد، اما تلاش بر این داره که واقعا این درها رو ببنده و واقعا اندیشه ها رو، افکار رو طبق اون خواست خودش پرورش بده. کما اینکه این اتفاق داره در مدارس ما میفته، اون ایدئولوژی که خودشون دارن و اون مدلی که میخوان در واقع از کودکی یاد بگیرن تا که بزرگسالی و افکار و اندیشه هاشون مثل جمهوری اسلامی بشه رو داره روش کار میکنه از همین سن. اما یک چیز دیگه هم در رابطه با همین فضای مجازی خواستم بگم. البته من نمیدونم این قضیه چقدر صحت داره، ولی اگر یه دو تا چهار تا کنیم میشه تا حدودی قابل باور هستش. اینکه به چند تا برنامه، اسمشون رو من نمیدونم، چند تا برنامه هایی درست کردن که به صورت حالا ملی که مردم از اپلیکیشن های مثلا خارجی استفاده نکنن، در این صورت بیان مثلا از این اپلیکیشن هایی که جمهوری اسلامی خودش ساخته بود استفاده کنن، و من بسیار شنیده بودم که تمامی این کاربرهای اون اپلیکیشن ها اطلاعات شخصیشون رو میتونن پیدا کنن و دسترس پیدا کنن از اون اپایی که استفاده میکنن. میگم نمیدونم چقدر صحت داره، اما یه نکته اینجا هست که میگم میشه یکم در این مورد به شک داشت، اینه که ما در مورد اتفاقاتی که افتاده از مثلا کشتار آبار 98 بخوایم حساب بکنیم، یکی از علتهایی که مادران داغدیده الان معترض هستن دنبال قاتلین بچه هاشون هستن.
و الان بعد از چند سال که گذشته هنوز حالا میدونم که کی هست یا چی هست، ولی به گفته خودشون هنوز پیدا نکردم. اما خیلی جالبه در مورد خانم رشنو میخواستم بگم، یا خیلی امثال کسایی مثل ایشون که فقط به طور مثال البته ایشونو میگم چون جدیدتر هستش. بله آقای مفرد در مفصل سروش در عرض 2 روز ایشون رو پیدا کردن، یعنی یک نفر که توی اتوبوس یه اختلافی بین دو خانوم پیش اومده، در عرض 2 روز این خانوم رو پیدا کردن و تا به الان به این حد رسیده، اعتراف اجباری، شکنجهی که شده. اما بعد از گذشت 3 سال و خورده‌ای فکر کنم از آبان 98 هنوز نتونستن حتی یک نفر رو پیدا کنن. این میتونه دقیقاً، البته نظر من هستش، میتونه اینجا اینو نشون بده که چقدر به حتی همون حریم خصوصی افراد در فضای مجازی هم دسترسی دارن، هم به اطلاعات شخصی افراد به سادگی دسترسی دارن. و طبق گفته آقای احمدی خواه هیچ حریم شخصی در ایران برای مردم جامعه واقعا وجود نداره. تک تک این نکات رو اگر بخوایم بررسیش کنیم دقیقا به این نقطه میرسیم که هیچ کدومشون اون حریم خصوصی یا همون حتی حریم عمومی که مردم باید داشته باشن وجود نداره. خب جناب منیری در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. مرسی. من فقط در ادامه صحبت های شما میخواستم عرض بکنم گوگل پلی، ببخشید پلی استور در واقع یکی از معیارهاش برای قرار دادن نرم افزارها همین مسئله حریم خصوصیه. بسیاری از اپلیکیشن ها در واقع یه سری دسترسی هایی میخوان که واقعا جز نیازهای اون اپلیکیشن ها نیست و پلی استور به این موضوع توجه میکنه. پس شما اگر دیدید اپلیکیشنی جز اپلیکیشن های تبلیغی توسط جمهوری اسلامی ایران هست و توی پلی استور نیست، این موضوع رو احتمالش خیلی زیاد بدونید که جز نرم افزارهای جاسوسی باشه. حالا جاسوسی حالا با اون کلمه نه، اما خب در واقع میتونه دسترسی داشته باشه به اطلاعات شخصیتون توی سیستم ها. مرسی. بابا لطفی ممنون آقای منیری. خانم دجاو عزیز بفرمایید. درود مجدد. ممنون از همه که مشارکت کردین. چیزی که من تا الان فهمیدم، ما به یک بخش از حریم خصوصی پرداختیم تا الان. به نظر من حریم خصوصی یک زاویه دیگه هم میتونه داشته باشه، حالا فارغ از قوانینی که حاکم بوده هست و خواهد بود. بحث فرهنگ حریم خصوصیه که اصلا این چجوری شد، دوچاره چه تغییراتی شد و چه اتفاق قرار براش بیفته. مثال بخوام بزنم این که مثلا یادم چند وقت پیش یه بچه ای از مامان بابا شکایت کرد به خاطر اینکه عکساش رو از زمان کودکی توی فضای مجازی منتشر کرده بودن و خب این بچه دقیقا حریم خصوصیش بود که دوست نداشت، ولی این اتفاق افتاد و وزره هم که خب خودش اون موقع اصلا قدرت تصمیم گیری نداشته، یه سری آدم بزرگتر برش تصمیم گیری کرده بودن و نظر من اینجا حریم خصوصی اون بچه مورد سوال واقع شده بود. بعد یا برعکسش، مثلا اینکه خانواده هایی که هی به بچه هاشون اصرار میکنن که مشخصات واقعی خودتو توی حریم خصوصی نذار، بعد از طرفی بچه ها اصلا قضیه رو درک نمیکنن که چرا نباید این کار رو انجام بدن. مثلا من بچه یکی از دوستای خودم همش به مامانش میگه که ما چرا مثل کارداشیان فامیلی مثلا زندگیمون تو چیز نیست، تو فضای مجازی نیست، یا همه مثلا نمی‌فهمیم ما داریم چی کار میکنیم. به نظرم بحث فرهنگی هم میتونه داشته باشه حریم شخصی. مرسی که مایک رو من دادیم. ممنونم خانم دژم. دقیقا اینم بسیار نکته مهمی بود و الانم میبینید که اصلا این قضیه خیلی زیاد شده در مورد خانواده هایی که بچه هاشون رو ازشون عکس میگیرن، فیلم میگیرن برای جذب فالوور و حتی در واقع درآمد داشته باشن از فضای اینستاگرام، اما میان این کارو میکنن و از نظر روانشناسی اتفاقا این قضیه کاملا
من شده است و حتی تاکید شده به این قضیه که اون واقعا حالا به گفته شما حریم شخصی اون بچه رو بخوایم در نظر بگیریم، حریم خصوصیش رو در نظر بگیریم، بسیار قضیه مهمی هست. اما خب متاسفانه اون فرهنگ سازی طبق خیلی از مسائل دیگه که ما فرهنگ سازی درش نداریم، این مثلا یکی دیگه از معضلات هستش. بله جناب منیری بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببخشید من مایک شما رو باز کردم. مرسی. خواهش ممنون. من اتفاقا می‌خواستم حالا یه موضوع دیگر رو بعد از مورد بررسی قرار بدیم، این که حالا این کلاً این حریم خصوصی از کی باب شد؟ از کی واقعا روی کار اومد و تعریف شد و چه زمانی اصلا مورد توجه قرار گرفت؟ در واقع اعتقاد من این حریم خصوصی در واقع زمانی تعریف شد و دیدن تعریفش مورد نیاز بود که حالا به قول خودمون عصر ارتباطات شد و اطلاعات به سرعت میتونست پخش بشه. همونطوری که خانم دژم فرمودن، گفتن یک مسئله فرهنگی، در واقع توی یک جامعه سنتی ما نباید خیلی اصلا این حریم خصوصی اصلا انتظار داشته باشیم. توی جامعه سنتی ایران اصلا همچی چیزی تعریف شده نبود اونقدر. اما بعد که جامعه رو به مدرن شدن نهاد و کم کم اون اصل ارتباطات اومد و انتقال اطلاعات خیلی سریع‌تر و با گستردگی خیلی بیشتری شد، اون وقت بود که کلن انسان‌ها حس کردن که به این حریم خصوصی خیلی نیاز بیشتری دارن. من خواستم فقط این نکته رو هم مد نظر قرار بدم که جوامع سنتی اونقدر این حریم خصوصی براشون تعریف شده نیست، اما جوامع مدرن چرا؟ مرسی. ممنون. ممنونم جناب آقای منیری. دقیقاً موضوعی که گفتید شما، خب این برمیگرده مشکل سر این همون عدم آگاهی در کشور ما یا همون ممانعت از این که افراد جامعه آگاه بشن، چون دقیقاً این قضیه حریم خصوصی در اسناد بین المللی ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت یا مکاتبات شهروندان مداخله‌های خودسرانه داشته باشه و شرافت و آبروی هیچ کس نباید مورد آسیب قرار بگیره. خب وقتی تو جامعه ما یک در بسته هست به سمت آگاهی مردم و جامعه، طبیعتاً تا بخواد این برسه به مردم و آموزش ببینن، یاد بگیرن و بدونن که چه حق و حقوقی دارن، زمان طولانی باید سپری بشه. همچنین توی کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی سیاسی ماده 17 این کنوانسیون هم اومده که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانوادگی و اقامت و مکاتبات مداخله خودسرانه، یعنی همون بدون مجوز که خدمتون گفتم، انجام بده. و حالا جالب اینه که جمهوری اسلامی باز با وجود این که با اون دیدگاه متفاوت و اسلامی شدهش در واقع بسیاری از این کنوانسیون ها رو و این اعلامیه جهانی رو پذیرفته، اما اون حمایت و اون در واقع مسئولیتی که باید در قبال این پذیرش این اهدامه ها در واقع یا اعلامیه یا کنوانسیون ها داشته باشه در کشور و طبق قانون اساسی خود جمهوری اسلامی اون رو انجام نمیده. اما خب دوستان اگر مورد دیگه هست خوشحال میشم که صحبت کنیم، علاوه بر این که گستردگی این بحث زیاد هستش و به نکات زیادی میشه در این قضیه اشاره کرد و در مورد صحبت کرد. من یه سوال میتونم بپرسم؟ ببخشید من دست بالا نکردم، مایکم باز کردم. خواهش میکنم خانم دژم بفرمایید. یه صحبتی کردن آقای منیری در مورد جوامع بین الملل و همین بحث حریم خصوصی، من میخواستم بگم که آیا خب تفاوت وجود داره تعریف حریم خصوصی توی دنیا، به ایران که اصلا کار نداریم که به نتیجه رسیدیم که اصلا اونجا هیچ همچین چیزی وجود نداره. میخوام سوال من اینجاست که توی جوامع بین الملل توی دنیا توی کشورهای مختلف این حریم خصوصی چطور تعریف میشه؟
آیا بسته به فرهنگ و قوانین اون کشوره یا ممکن شامل چیزای جزئیات دیگه ای هم بشه که مثلا من نمیدونم؟ اگر که میدونید در این باره اطلاع داریم به من بگیم، مرسی. خواهش میکنم. من یه چیز کوتاه میگم، ولی اگر دوستان هم نظر دیگه ای دارن ممنون میشم که مشارکت کنید. ما طبق تعریفی کردیم از حریم خصوصی افراد، در مورد اون هیته یا اون محیط خصوصی بود، در مورد محیط خونه بود، رفت آمد با دیگران بود و کارهایی که در منزل انجام میدن، آزادی بیان اندیشه یا عقیدهشون بود و حالا مکاتبات و به این صورت. ببینید این یه چیزی، یه تعریف کلی هستش برای تمام جوامع، در مورد تمام انسان ها اگه بخوایم در نظر بگیریم. اما اگر بیایم مثلا این رو بخوایم مثلا در مورد ایران صحبت کنیم، شما به عنوان کسی که مثلا روزه نگرفتین توی ماشین، ببینید ماشین هم یه حریم خصوصی یک فرد میشه دیگه، تو ماشین اگر نشستین و شما رو ببینن در حال خوردن چیزی باشین، روزه خاری به قول معروف بشین، اون به راحتی اونا ورود میکنن طبق اون فرهنگی که هست در ایران یا اون قانونی که هست، که بازم قانون نیست، مفهوم کنم، میتونن شما رو توی ماشینتون در اون حریم خصوصیتون دستگیرتون کنن به حکم روزه خاری. اما من فکر نمی کنم همچین چیزی در جوامع دیگه وجود داشته باشه، یک همچین مسئله، یعنی حداقل شاید اون چهارچوبی که اون محیطی که برای خود اون فرد به صورت خصوصی هست و طبق چیزایی که گفتم رو در نظر میگیرن، ولی از لحاظ امنیتی یا مسائل دیگه اونو من واقعا نمیدونم و اطلاعات زیادی در موردش ندارم که به چه صورت این کار انجام میشه تو کشورهای دیگه یا غربی. حالا اگر دوستان دیگه اطلاعات دیگه دارن در این مورد ممنون میشم که مشارکت کنن تو این بحث. بسیارم عالی. من اگر که دوستان نظر دیگه در این مورد ندارن، یک نتیجه گیری میکنیم از این بحث و جلسه‌مون رو به پایان میرسونیم. خب طبق صحبت‌هایی که کردیم، در واقع گفتیم که حریم خصوصی یکی از بارزترین موارد حقوق بشره و حریم خصوصی هم بخشی از زندگی انسان هاست که فقط به اونها اختصاص داره. حالا این منطقه‌ایه که مستقیما خود فرد رو احاطه میکنه، بنابراین منطقه عمومی نیست و خصوصیه و انسان میتونه هر طور که میخواد در اون منطقه که برای خودش تعریف کرده و به صورت خصوصی هست زندگی کنه و هر کاری که دوست داره انجام بده یا هر جوری که دلش میخواد فکر بکنه، چون غیر از خودش کسی تو اون منطقه نیست. این حوزه خیلی شخصیه و هیچ کسی هم، حتی دولت هم نباید در اون حوزه دخالت کنه و متقابلا صاحبان این حق هم باید در حوزه خصوصی خودشون هم حالا قانون رو رعایت کنن، به ویژه حقوق شخصی افراد دیگر رو نادیده نگیرن، یا در واقع اینطور بگم که وارد حریم خصوصی دیگران نشن، بهش احترام بذارن. اما حالا صحبتی که کردیم در مورد جمهوری اسلامی که در کنار نقص‌های زیادی از حقوق بشر و متعدد و مستمری که انجام میده، به خلوت و حریم افراد هم هیچ احترامی نمیذاره و طبق گفته‌ها در پرونده‌های زیادی این نقص رو میشه مشاهده کرد که یکی ورود به محل کار بود، مسکن افراد به بهانه روزخاری، تفتیش منازل، محل کار شهروندان و حتی مواردی که نیاز به این تفتیش نبوده و در مورد عکس‌های خصوصی افراد که اساساً این موضوع هم ربطی به اتهامات اونها نداشته و در مورد تصمیم گیری افراد جامعه در مورد نوع پوشاک، خوراک و مسائلی که کاملا خصوصی و شخصی هست به اون افراد، اما جمهوری اسلامی نظارت داره روشون و تاکید بر این داره که طبق خواست جمهوری اسلامی مردم دنبال روی در واقع عقاید اهداف جمهوری اسلامی باشن.
خب بسیار سپاسگزارم از تمامی دوستان که در این جلسه حضور داشتن و در بحث ها شرکت کردن. نظراتشون رو شنیدیم. بسیار عالی بود. من در اینجا ساعت 18:14 21 آگوست جلسه رو به اتمام میرسونم و تشکر میکنم از عزیزانی که همکاری داشتن در این جلسه. منشی جلسه آقای مصطفی منیری، ضبط صدا و تدوین آقای احمدی خواه و آقای مصطفی منیری، ادمین ها سرکار خانم سخایی و آقای احمدی خواه. دوستان خسته نباشین، امیدوارم که ادامه آخر هفته خوب باشه برای همگی. شب و روزتون بخیر و خدا نگهدار.